بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقاتی بهتر داشته باشید. امروز دوشنبه است، 22 می ماه 2017 میلادی و برابر است با اول خرداد ماه 1396. به احتمال زیاد مدرسه ها دیگه تعطیله. اگر هم تعطیل نباشه، به قول معروف تق و لق. متاسفانه امروز این تاریخ و نوشته ها رو که معمولا علی آقا لطف میکنه میفرسته به دستمون نرسیده. فقط هفته گذشته دو سه بار براش تکست فرستادم و لازم بود باهاش صحبت کنم، تماس نگرفت. اگر علی آقا برنامه ما رو میبینه، آقا یه تماسی با ما بگیر، نگرانت هستیم. شیر آن فرینز، نه شیر آن، اون دارم صفحه شخصی فیسبوک رو با مردم تیوی هم شیر میکنم. سوربی با مردم، از کجا؟ از یو اس ای. تاریخ چیه؟ 22 می 2017. وبسایت اونم این زیر براتون می‌نویسیم که هر وقت بیکار شدید اونجا هم نگاه کنید، مردمتیوی.com، و بفرمایید. در صورت وبسایت هم کم کم داره آماده میشه، هنوز 100% نه، ولی جا داره که ما 100% از آقای حمید نصیری تشکر کنیم. اگر شما هم احتیاج دارید به کارهایی که برای وبسایت و رادیو و تلویزیون اینها هست، آقای نصیری از سوئد میتونن به شما کمک کنن. برای یه شرکت بزرگ کار میکنن و میتونن حتی راه بیشتر پول درآوردن رو از وبسایتتون اینها هم بهتون نشون بده. این از این. پس شد دوشنبه 22 می ماه می، اول خرداد 1396. و اما انتخابات تموم شد، رقص و شادی و اینها تموم شد و اجازه بدید بریم ویدیوی خانم فرنوش رو با هم ببینیم و ببینیم نظر ایشون در رابطه با انتخابات، شور و شوق مردم در ایران چیه و بعد هم خواستشون از آقای روحانی چی هست. پس بریم اینجا و بشنویم صحبت فرنوش خانم رو. اخبار روزانه در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم که تحصیلات خوبی رو گذرانده باشید. بریم سراغ خبرهای امروز. آقای فرهاد فخرالدینی، رهبر سابق ارکستر ملی ایران، در گفتگو با اینا مطرح کرد دولت یک بار و برای همیشه تکلیف موسیقی رو روشن کنه. ایشون گلایه‌های تندی از عملکرد تیم هنری رئیس دولتی 11 و 12 دارن، اما در انتخابات شرکت کردن و آقای روحانی رأی دادن. ایشون گفتن که از من خواسته شده بود تا فیلمی در مورد انتخابات تهیه کنم، اما چون نمیخواستم بدگویی کنم نپذیرفتم و در انتخابات شرکت کردم تا به آقای روحانی فرصت دوباره بدم. و ایشون ادامه دادن که در دوره قبلی آقای روحانی در شعارهای انتخاباتیشون از احیای ارکستر ملی ایران سخن گفتن، اما در این یک سال که من کنارگیری کردم هیچ گونه اقدام یا تماسی از جانب ایشون صورت نگرفته. حتی از من پرسیده نشده که چه مشکلی دارم و یا چرا کنارگیری کردم. و ادامه دادند من با نزدیک به 80 سال سن متاسفانه تلخ‌ترین شرایط رهبری ارکستر رو در زمانی که آقای روحانی رئیس جمهور بودند تجربه کردم. دبیر شورای عالی تهیه کنندگان سینما هم گفته دولت رفتارهای نهادهای امنیتی و نظامی خودش رو نسبت هنرمندان تغییر بده. آیا گوش شنوایی هست؟ آیا تغییری صورت میگیره؟ شما هنرمندان عزیز که تا این حد آزرده خاطر بودید، چرا؟ خبر
حضوری اینا گفته که کارگران شرکت مخابراتی میگویند مطالبه اصلی ما از دولت 12 رفع تبعیض‌ها و یکسان‌سازی حقوق و مزایاست. جناب آقای روحانی، انتخابات تمام شد و حالا نوبت شماست که به وعده های خودتون عمل کنید. مردم دارن خواسته های خودشون از شما مطالبه می کنن و امیدوارم که شما حداقل به یک وعده خودتون عمل کنید. رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با فارس گفته میزان معوقات بانکی به 100,000 میلیارد تومان رسیده. چه کسی پاسخ بود؟ و این پولها کجاست؟ و باز هم خبرگزاری فارس، داستان عمومی و انقلاب مرکزی استان گیلان گفته که 30 نفر به اتهام اخلال در امر انتخابات و خرید و فروش رأی دستگیر شدند و علیه تعدادی از مدیران دولتی اعلام جرم شده. خبرگزاری هرانا از 3 تجمع صنفی و اعتراضی که روز گذشته برگزار شد و همچنین بازداشت 63 دختر و پسر جوان در پارتی در مشهد خبر داد و خبرگزاری مشرق گفته که صبح امروز مادر 38 ساله اهل بهرام آباد، اهل روستای بهرام آباد در اصفهان به خاطر دور بودن بیمارستان مجبور شد خودش فرزند خودش رو پشت دیوار شهرداری شهر فریدون شهر در یک پارک نوزاد خودش رو به دنیا بیاره. جا داره که اینجا از آقای روحانی تشکر کنی. روحانی متشکریم. درد و رنج و خفقان و عدم امکانات بهداشتی و رفاهی بیداد میکنه و من واقعا هنوز متعجبم که چرا مردم پای صندوق های رای رفتن. به چه امیدی؟ کاش جوابی برای این پیدا کنم. روز روزگاران بر شما خوش. بسیار ممنون از خانم فرنوش. اجازه بدید که اگر مایل هستید با ایشون تماس بگیرید، ایمیل ایشون رو نوشتم زیر برنامه و به زودی ویدیوهاشون اون به اصطلاح آدرس رو همیشه خواهد داشت و احتمالاً آدرس فیسبوک رو هم میذارم. و اما کنگره فخرآور، چون کنگره ملی که نمیشه گفت، بالاخره وقتی میگن، البته من بارها گفتم شما اینجا میتونید بری یه چلو کبابی باز کنی، اسمشو بذاری نشنال کباب، چلو کباب ملی، یا بذاری اینترنشنال چلو کباب، چلو کباب بینون مللی. کسی نمیاد بهت بگه آقا، خود آمریکاییام یه بازی دارن، بازی بیسبال، و یه جایش هست میرسه میگه که ورلد کاپ. ما اولا هرچی اومده بودیم منتظر بودیم حالا کوبای، ژاپنی، چیزی که اینا بیسبال بازی میکنن تو این برنامه هم باشن. بعد دیدیم نیست. از این کارگرای آمریکایی که دور برمون بودن گفتیم این چیه؟ گفت این فقط اسمه. در صورت اسم میتونید بذارید، ولی کنگره ملی ایرانیان، رئیس سنا آقای فخرآور، این یک کمی به نظر من دیگه از اون حد اسم گذاشتن بیرون رفته و حقیقتاً به کلاهبرداری نزدیک میشه. امروز صبح بود که نگاه کردم دیدم آقای غلام ترشیزی لطف کرد و در پاسخ من که آیا ما میخواییم چرخ رو از اول اختراع کنیم یا چون چرخ رو دیگران ساختن حالا ما این چرخ رو میاریم یا میذاریم روی دیدی چرخهای ماشین رو تو افغانستان، حتی تو ایران من دیده بودم، چرخ ماشین رو، اکسل ماشین رو میذاشتن زیر گاری، خیلی هم خوب کار میده، بهتر از اون چرخهای چوبی و فلان اینا. ما میخواییم این چرخ رو که اونا اختراع کردن ورداریم بیاریم بذاریم زیر گاری، باهاش یه ماشین درست کنیم، اصلا یه ماشین درست کنیم که احتیاج به چرخ نداشته باشه یا چی؟ من این رو به دوستداران جنبش‌های کارگری هم گفتم، ولی متاسفانه کسی جواب درست نمیده.
و یاد نگرفتیم که بیایم سر یه بحث مشخصی صحبت کنیم تا به یه جایی برسونیمش. میگن که نه این قانون دموکراسی خب همه جا هست دیگه، معلومه. میگم خب این قانون دموکراسی همه جا هست و معلومه، شما بیان به من بگین که پس این کارا برای چیه؟ آقای فخرآور گفته که به اپوزیسیون دستور داده یا پیشنهاد کرده که نقشه راه، اینجا بهش میگن رودمپ، رودمپتون رو مشخص کنید. کدوم اپوزیسیون آقای فخرآور؟ اپوزیسیون ما شما هستی، اپوزیسیون ما آقای رضا پلویه، اپوزیسیون ما سازمان عقب افتاده مجاهدینه که بعد از 50 سال تنها افتخاری که میکنه به 120 هزار کشته که اونم جوانای مردم بوده که توی شور و حال و شوق جوانی با ایده ها و آرمان های خوب آمدن عضو شما شدن. شما چه کار کردی؟ به جز زنبازی و به جز خیانت به ایران و پول گرفتن از این و از اون، و حالا هم که اصلا پیداد نیست. کدوم اپوزیسیون آقای فخرآور؟ دوست عزیز آقای گلن غلام ترشیزی، ایشون به کدوم اپوزیسیون؟ بعد غلام من پیشنهاد بکنه شما این طرح رو بخون. میگم آقا من 100 تا طرح خوندم که چی؟ اوکی، قانون یکم، حقوق همه باید رعایت بشه. کی رعایت کنه؟ آخوند؟ شاه؟ قانون دوم، حقوق زنان باید رعایت بشن. کی؟ چجوری؟ گارانتیش چیه؟ حالا شما 100 تا که خوبه، 2000 تا بنویس. هی کپی کن بنویس 1 2 3، نمیدونم این سندگی اینا ریوایز، نمیدونم فلان ورژن فلان، چه فایده ای داره؟ شما به من بگو که آقای جاوید شهافری که از استرالیا بلند شده بنده خدا آمده گفته برم ببینم شاید واقعا یه خبری باشه. این آقا قاضیه، این آقا قاضی زمان شاه بوده. آقا شما که قاضی هستی نباید بدونی که مجلس به اصطلاح قانون اساسی رو اون مجلس مؤسسان باید بنویسن. حتی مجلس معمولی نه، مجلس مؤسسان که یعنی یه چیزی میاد تأسیس میشه، شروع میشه، مینویسن. بعد حالا دیگه من نمیدونم دنبالش چیه، مجلسی وجود داره، میدن به مجلس تاییدش میکنن، امضا میکنن اینها. ولی گیرم که شما قانون اساسی آمریکا، بلژیک، انگلستان که نداره، برداشتی کپی کردی، هممون هم گفتیم به 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 چه 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 آه عجب شلو کبابی بود زور. نه منظورم عجب کنگره ای بود. خب که چی؟ بعد آقای گلن ترشیزی اشتباهی رو که من سالها پیش 15 سال پیش میکردم ایشونم میکنه. همین شعاری هست، مهم نیست چه کسی چه میگوید، مهم این هست که چه میگوید. گفتم نه آقا، آقای کاظم رنجبر به من ثابت کرد که مهمه چه کسی چه چیزی رو میگه. یه مثال ساده، شما یه آگهی میزنی میگی من یه صندوقدار میخوام برای چلو کبابی، خیلی هم کار ساده‌ایه، بیاد وایس پشت این، هر کی گفت دوتا کوبیده میخوام بگه 20 دلار 50 دلار بگیره بذاره 20-30 دلار بهش پس بده. یه نفر میاد میگه آقا من آدم بسیار امینی هستم، سابقه صندوقداری هم دارم، آیا به صرف این که این گفت من امینم و سابقه صندوقداری دارم شما استخدامش میکنی، یا میری از اون فروشگاهی که قبلا کار کرده سوء سابقه شو پیشینه شو میگیری، بعد بهت میگن آقا این دزده، این 50 دلاری رو یواشکی میذاره اون زیر، دوربینم بالای سرش بذاری از زیر میدوزه. پس مهمه که چه کسی چه چیزی رو میگه، اول باید اون کسه رو بشناسی، قابل اطمینانت باشه، قابل اعتمادت باشه، تازه همون هزار یه مشکل ایجاد میکنه. البته من از آقای ترشیزی دعوت کردم که مهمان ما باشن، چندین بار تا حالا بودن، ازشون ممنونم. گفت که این روزایی که شما برنامه داری روز کاری منه، و راستم میگن وسط روز. گفتم آقا من برای شما یه روزی رو جدا میذارم، شنبه صبح، نمیدونم یه روزی، یه شنبه ای که بیایم با هم بشینیم صحبت کنیم، بالاخره مردم ببینن آقا این دوستی که میره اونجا آقای ترشیزی تو این منطقه یه اسم و رسمی داره، یعنی یه چیزی که میگه، حرفی که میزنه. سخنرانی‌هاشو من توی کانون دیدم، راجع به مجاهدین که صحبت میکنه، راجع به برادراش که صحبت میکنه، شما میبینی بابا این آدمه به قول معروف سرش به تنش میارزه.
نه این فخرآور دروغگوی شارلاتانی که میگه من تو زندان بودم با ریچارد پر در تماس بودم. آقا شما که میگی زندان ایران نمیدونم چوب تو آسینش میکنن، حالا نمیگیم جای دیگهش، تجاوز میکنن، میکشن، فلان و بیسار، این آقای فخرآور با ریچارد پر تماس گرفت، رفت دبی سوارش کرد، از هتل آوردش. بابا جون یه چیزی لنگه، یه جایی اشکال داره. یا الان آقای دیدم ارژنگ داوودیه، کیه؟ اگه ایشون هنوزم تو زندان باشه، اصلا زندان بودن برای اینا شده یه شغل، شده یه مقام. مثلا زندانی سابق، زندانی فعلی، زندانی از مرخصی آمده، پیرناش والا ما بعض وقتا این پیرنا رو دو بار که بپوشیم یکم چروکه، اینجا مجبوریم اینجوریش کنیم، پیرنای اینا سفید اوتو زده. یادتون میاد یه عکسی از فخرآور باطبی بود، عکس زندانی، موهای باطبی هم اینجوری زده بود، چسبی هم زده بود بهش که دخترها که نگاش میکردن، والا آقایون هم که نگاش میکردن یکم بعضی هاشون قش میکردن. بعدش گفتیم آقا این عکس تو زندان؟ گفت نه آقا، لباس زندان بردیم توی فوتو آتلیه. این وقت آتلیه من هیچ وقت نفهمیدم فرانسوی کجا، رفتیم اونجا عکس گرفتیم. دوستان زندانای ایران اینجوریه، لباس زندان رو برمیداری میری مرخصی، میری عکس میگیری، بعدم اون بهت میگه یکم اینجوری بشین، نور کمه، یکم موهات هم اینجوری کن، یکم هم باد پنکه روشن میکنن که آقا نکنید، والا بلا زشته. و اما صحبت از آقای جاوید شهافر شد، خیلی جالبه. آقای شهافر، ما سر دو سه تا موضوع دیگه هم قبلا به ایشون گفتم آقا اینجوری که شما فکر میکنی و نوشتی حتی خودت زد و نقیز داری مینویسی، و ایشون میگه نه، یکیش مثلا همین بود، میگه شما به این دلیل که نوشته بودید اگر در این صفحه نمیتونید تلویزیون رو تماشا کنید اینجا را کلیک کنید، نشون میده سیستمتون کار نمیکنه. میگم آقا شما میدونی همه مثل شما کامپیوتر ندارن، آیپد دارن، آیفون دارن، اندروید دارن، سامسونگ دارن، کوف دارن، زهرمار دارن. ما برای اونا نوشتیم و برای اونایی که مثل شما بلد نیستن نوشتیم. مثل این که گفتم یه جایی مثلا یه دری با داشته باشه، بعد بنویسه شما اگر فلج هستید از در اونوری بیاید، بعد شما بگید چون گفتی از در اونوری بیای نشون میده مغازه در نداره. بابا جون در داریم، این در برای آدمای سالمه، اون در اونوری برای آدمای فلج. چی بگیم، چه مثالی بزنیم؟ ولی از همش جالبتر اینه، من اون روز تو برنامه گفتم که ما منتظریم آقای شهافر این میتینگ اینا، میتینگشون که تموم شد، یعنی همدیگه رو میت میکنن، ملاقات میکنن در کنگره ملی به ریاست آقای بریاست فنا سنا، اصلا نمیدونم سنا یعنی چی اینجا، هر کلمه یه معنی داره، بیاین معنی ها رو یکی یکی بگید برای ما بفهمیم. آقا ما نمیفهمیم، بلد نیست، اشکال داره بگید آقا ما نمیفهمیم. سمد آقا میگه آقا ما نفهمیدم، اشکال داره، همه تون روتون نمیشه بگید من نمیفهمم و همینجوری نفهم میمونید. اگه یکی گفت آقا من نمیفهمم، اینو باید مسخره کنیم. آقا من نمیفهمم کنگره ملی ایرانیان رئیس مجلس سنا آقای فخرآور یعنی چی؟ یکی توضیح بده. حالا آقای شهافر یه هفته‌ای قبل از این ماجرا روی فیسبوک نوشته بود که من دارم میام آمریکا، و نظر من پرسیده بود، نظر دیگرانم پرسیده بود. من بهش گفتم آقا از رضا پهلوی یاد بگی، رضا پهلوی هر جا یه چلو کباب میدن با سر میدوه، ولی اینجا نیومده، چون به قول اون چیزه اینجا ساندویج شت میدن. میدونید که یه نفر رو ترامپ گفت بیا بشو مثلا وزیر فلان، گفت من نمیام، از همین ارتشی های درست حسابی هم بود. بعد دوستش گفته بود چرا؟ گفته بود آخه این ساندویجی که اونجا میدن ساندویج شته. ساندویج شت، ببخشید اینو میگم، یعنی یه نون این و یه نون این و گو گذاشتن لاش، میگن بفرمان لانچ. به آقای شهافر گفتم آقا زنگ بزن به دفتر این رضا پلویی، بهش بگو تو چرا نرفتی، چرا همه جا نوشت من نمیام، چرا اون آقای مهدی آقا زمانی اینا همه جا اعلام کردن ما نمیریم، بپرسید. و الا شما میگید
شما به من بگویید چه میخواهید من برم شما، یعنی شما میخواهید بشین نماینده ما از طریق فیسبوک برید سوال کنی؟ خب این طرحی که باید بفرستی بذارن مردم نگاه کنن. خلاصه ایشون گفت وقتی من اومدم اونجا بعد میان با هم صحبت میکنیم. ما تو برنامه گفتیم که آقای شعافر میتینگش که تموم شد قراره با ما تماس بگیره و من که نمیدونم میتینگه یه روزه دو روزه، بعدش میخوان ببرنتون باغوش نشونتون بدن، بعدش میخوان ببرن موزه نشونتون بدن، بعدش میخوان ببرنتون کاباره، بعدش میخوان ببرنتون این MGM جدید. من که نمیدونم، شما که اومدید تو این شهر دوست عزیز بابا یاد بگیرید از دیگران. این آقای هوشنگ امیر احمدی برای من مینسه سوربی من فلان روز میتینگ دارم در واشنگتن و دوست دارم بعدش با هم یه صحبت کنیم. میگم اوکی، وقتی اومدی اینجا به من خبر بده. وقتی اومد اینجا که نمیگه من اینجا هستم، وقتی کارش تموم شد تماس میگیره میگه من کارم تموم شد در فلان هتلم، یا ماشین میگیره میاد اینجا میشینیم صحبت میکنیم. شما آقای شعافر الفبای این بازی رو بلد نیستی. بعد تازه برای من نوشته که آقای سوربی من فکر نمیکردم شما چی دیس آنست باشی. آنست یعنی چی میگن؟ کسایی که قابل اعتماد هستن. دیس آنست یعنی کسی که نمیشه بهش اعتماد کرد. میگم آقا چیکار کردم آنستی شما رو شکستم یا اعتماد شما رو از بین بردم؟ میگی شما تو برنامه‌تون گفتید قرار بوده من بیام اونجا. گفتم آقا بوده اینها نوشتید؟ بذارید آقا ملت به شما نشون بدم. شهافر، این شهافرم تا یه مدت من فکر کردم شاهافره. ببینید دوستان، من و ایشون برامون با انگلیسی راحت‌تره بندیسیم، چون هم کامپیوتر ها هر کدومش معلوم نیست کدومش داره کدومش نداره چیز ایرانی. چی میگم ببینید دوستان، نگاه کنید اینا فعالای سیاسی ما هست. نوشته هی آی ام این واشنگتن، سلام من تو واشنگتن هستم. تومارو آی ویل گو تو کانفرنس، من فردا میرم به این کنفرانس. اند لید یو نو What went there، و به شما میگم که چه اتفاقی افتاد. ما براش نوشتیم Welcome to DC، Keep me posted، به واشنگتن خوش آمدید، من رو در جریان بذارید. درسته دوستان؟ حالا اینجا نگاه کنید پایینش نوشته Hi done، سلام انجام شد. I will contact from Sydney to report to public live from MTV. تو رو خدا نگاه کنید دوستان، نمیدونم ایشون چند سالشه، احتمالاً 10-15 سال از من مسن‌ترن، من 61 سالم. دوستان ایشون بلند شده از سیدنی، از اون ور کره زمین 14 ساعت اختلاف وقت فقط داریم. حالا چند ساعت باید پرواز کنه بیاد من نمیدونم. من وقتی بهش گفتم اگر داری میای اقلن امیدوارم اینا برات بلیت درجه یک، هتل درجه یک گرفته باشن، ولی مثل که حالا یا خودش پول داده یا اینا گدابازی در آوردن اکانومی. این آقا به نظر میاد باید قد بلندی داشته باشه، من هیچ وقت ایشون رو ملاقات نکردم. در صورت ببینیم این دوستان چی میگه. من تو برنامه گفتم که داره دروغ میگه، زندان نبوده چون نمیشود با لباس از زندان بیرون آمد. آقای حمید حمیدزاده تو کدوم برنامه عزیزم؟ در صورت دوستان من به این آقای شهافر گفتم دوست عزیز شما برگرد نوشته های خودت رو بخون. بذارید من اینا رو روشن کنم، ما امروز تاریخ نداریم دیگه، نمیخوام دیگه، یه بار بهتون گفتیم. تازه حالا مثلا این ما که مثل اونا نیستیم که بگیم امروز داریم بمب میسازیم و برید منفجر کنید، اگه فردا ببینید میرید یه جای دیگه منفجر میکنید. ما برنامه‌مون عین یه مهمونیه، شما دیرم برسی هیچ چیزی به اصطلاح از دست ندید. در هر صورت آقای شهافر این چیزی بوده که شما نوشتی من میام بهت خبر میدم، چون قبلش روی اسکایپ با هم گفته بودیم که وقتی اومدی بیا اینجا برنامه یا من میام واشنگتن. بعد برای من نوشته شما به من نگفتی که منی که ماشین دارم میام اونجا، شما به من نگفتید که من که تلفن. فکر کنم ایشون دنبال این بوده که من زنگ بزنم بگم آقا وقتی میای بیا خونه ما. آقا من اینجوری نیستم، من میگم هتل مال مسافر، مسافر مال هتل. خودم هم هر جا میخوام برم هتلمو میگیرم راه میافتم میرم.
حالا اگه یه کسی لطف داره مثل بهزاد میاد منو از تو هتل میکشه میبره خونه، یا نورت کارولینا بودیم یه دوست جهرمی اومد ما رو از تو هتل کشید برد خونه، اون پول هتل رو دادیم خونه‌ش هم رفتیم، اون لطف اونه. ولی من دوست ندارم یه نفر که میاد کسی رو که نمیشناسم بیارم تو خونه‌م، هم اون معذب هم من معذب باشه. میری هتل، آقا تو هتل هم دیگر میبینیم، یه ساعت برنامه میزنیم، دو ساعت میای اینجا و میری. در اصل دوستان ببینید چه کسایی میخوان نماینده شما باشن، که ساده ترین اولیه چی میگن قدمای اول یک کار رو هم حتی بلد نیستن. ببینیم این دوستان چی نوشتن و اینم خیلی جالبه. ما وقتی که عنوان برنامه رو اصلا مینویسیم یه سوال که دوستان پاسخ بدن، هیچ که چیزی نمینویسه. البته برنامه قبلی که چرا همسر ترامپ از نیویورک نیومد واشنگتن، خیلی ها نوشتن، درست هم نوشته بودن. بعضی ها نوشته بودن که گفته من از این کاخ طلایی بیام تو این خونه‌ای که سیاها توی زندگی کردن. بعضی ها گفتم نه بابا بیچاره همچین چیزی نگفت، گفت من به خاطر مدرسه پسرمون فعلا توی نیویورک وای میسم. میدونید که مثلا اگه سال پنجم کلاس پنجم باشه، چه 10 سالش کلاس پنجم باشه، دیگه میگن آقا برای یه سال مدرسه‌اش جابجا نکنید. ولی چیزی که پشت این بود، من فکر میکنم این گو آقا این دیوونه ای که 10 سال من باهاش زندگی میکنم، 11 سال باهاش زندگی میکنم، اینو زود از واشنگتن میکنن بیرون. حالا دیگه چرا من بلند شم یه سری اسباب کشی کنم برم اونجا، یه سری دوباره برگردم. و الان سر صدای ایمپیچمنت یا استیزا یا برکناری این رئیس جمهور هست. و جالب اینه، ما اون روز گفتیم خب این بلند شد رفت، یه 9 روزی ملت آمریکا خیالشون راحت. نخه، چرخ هواپیما از روی باند فرودگاه بلند نشده بود، یه خبر دیگه اومد که این آقای ترامپ برای خودشیرینی و ارباباش تو اون دیداری که با وزیر خارجه روسیه و اون یکی دیگه هم کی بود داشته، گفته که من این نات جاب، کسایی که دیوونه هستن خیلی کارشونو مهم میگیرن و اینها، گفته بود که من اینو اخراج کردم و از این به بعد اون به اصطلاح اینوستیگیشن وقتی که یه پرونده بازه و FBI, CIA, پلیس دارن تحقیق میکنن، این گفته بود که چون اینو من اخراجش کردم، حالا اون تحقیق یه مقداری شل میشه و اینها، و بلند شد دست خودشو دخترشو دامادشم گرفت و برد اونجا. و ببینید چه فیلمایی از اونجا نشون میدن، این عربا چجوری دارن این دختره و این زنه رو نگاه میکنن که هر کدومشون خوبه، اینا چیز پوشیدن، چی بهش میگن عبا، ها دیگه عمامه و عبا یا از این چیزا، آب از چکچیلشون را افتاده. یکیشون هم که خواستگاری کرده از دختر ترامپ، با وجودی که دختر ترامپ شوهر داره، گفته خب مهم نیست من خواستگاری میکنم. و مردم ایرانی ها چقدر روی اینترنت براش فوش نوشتن اینا، گفتم آقا خانم عجیب نیست، شما برید یه فیلم آمریکایی هست به نام Indecent Proposal، Proposal پیشنهاده. حالا Indecent، Decent چیزای موقره، Indecent یعنی یه پیشنهاد غیر معقول، غیر موقع. برید ببینید، اتفاقا فکر کنم مایکل داگلاس توش بازی کرده بود. برید ببینید، یه آقایی میبینه یه زن جوونی، زن یه آقاییه و این خانم خوشگله، میره بهشون پیشنهاد میکنه که من $1,000,000 بهت میدم که مثلا با این خانمه بخوابم. و اونا مستقیم نمیگن نه، میگن خب حالا دربارش فکر کنی. الان داستانش یادم نیست، شاید به خاطر همین برم دوباره نگاه کنم. حالا ترامپ حتما یه دو نفرم از خانمش تقاضای ازدواج کردن اینا، ببینیم. ولی برگردیم به خود ترامپ. ترامپ یادتونه که میگفت که این اوباما آبرو ما رو برده، اول گفت زنش بدون روسری رفته دشمن مسلمان‌ها رو با ما دشمن کرده، دوم گفت این مردی که جلو این عربا تعظیم میکنه، که تعظیم میکنه ما برای اینا امنیت دادیم، اینا باید به ما نفت مفت بدن و فلان بیسار. حالا خودش ببینید، من این عکس رو نشونتون بدم، ترامپ و بوش و اوباما، و نگاه کنید دوست، این دوستمون یه حرف خوب زده، نوشته بود همه اینها، خانم شایسته الهامی نوشته براتون میخونم، که
اینا میرن توی کشوری که حق زن رو چنان کش زیر پا میذاره که نگو و نپرس، اون وقت ادعا میکنن که ما مدافع حقوق زنان هستیم. یکی یکی ببینید، این جورج بوش که چجوری سرش آورده پایین، اون اوباما و این هم دونالد ترامپ. البته خب رسمه، اونایی که تو مسابقات شرکت کردن تو المپیک میبینید طرف وقتی میخواد این مدال رو بندازه گردنش، مثل گاو که اینو نمیچرخونن بند بندازن گردنش، اون سرشو میاره پایین به دو منظور، هم ادای احترامه، همین یکی که وایساده پایین قدش برسه این افسار، این مدال، این هر چی بندازه گردنش. و میبینید این مدالای چیزم همش طلاست، پول، پول خوب، وقت چه جواهرات و چه کادوهایی هم به زنش و دخترش و دامادش و اینها میدن، حالا بعدن یکی یکی گندش بالا میاد. خب ببینیم این دوست ما نوشته چی؟ خب پیشنهاد داره، من نمیدونم. پیشنهاد داده. نمیدونم آقا، تو این که مینویسی خیلی کوچولوه، من نمیتونم بخونم، بذار بیام تو صفحه کامپیوتر بخونم. بله. آقای حمید حمیدزاده نوشته این فخرآور اصلا زندان نبوده. آفرین. یه دفعه یه آقای بود فرهاد پارسی که خود اونم کارش خرابه، این فامیل بختیار بوده و خودش میگه من پولایی که به بختیار میدادن و این ور اون ور میکرده و اینها، همشهری منم هست، میدونی که اینایی که لورن و اینها بالاخره همه جا هستن، از اون شوش و شوشتر و دسپول و اینها تا بیاد بره طرف شیراز و یاسوج و فلان. اون یه دفعه ما مصاحبه داشتیم با، برید ببینید، برید بزنید فخرآور و سوربی، اون وقت ببینید. فخرآور گفت من زندان شیراز بودم، اون بهش گفت کدوم زندان؟ گفت عادل‌آباد. گفت کدوم قسمت عادل‌آباد بودی؟ اصلا فخرآور مون توش، بعد گفت تو قسمت نمیدونم موقت، تو قسمت فلان اینها. گفت آقا میدونم، به من بگو اونجا چجوری بود. فخرآور بلند شد رفت. و این آقا، آقای حمید حمیدزاده نشته این فخرآور اصلا زندان نبوده. یه مش آدم احمق موشنن حرفای این شیاد آخوندی رو گوش میکنه، میشینن حرفای این شیاد آخوندی رو گوش میکنه. منظورتون کیه؟ بله، آقای اردشی نوشته که فخرآور متوجه شده کسانی در خارج از کشور خود را سیاسی معرفی کردن، یک مشت متوهم احساسی که فقط به شعار دادن مشغول هستند و فقط جست سیاسی میگیرن، بهترین فرصت برای سوء استفاده میباشد. اون دوستمون نوشته لباس زندانه که بهش نمیدن ببرد بیرون عکس بگیره، هیچی، لباس زندان رو فلانجاش میکنن اگر بفهمن لباس برده. والا نمیدونیم، سوال کنیم. میگم که یک گوینده تلویزیونی مال کالیفرنیا اینجا اومده بود، گفته بود که همجنس باز بوده و اینا که چیز بگیره به اصطلاح اقامت بگیره، بعد مونده بود توش، ملت میگن خب تو که همجنس بازی که دیروز با یه خانم بوده امروز با یه دختری فلان اینا، این بدبخت مغازه خودش تعطیل کرده بود. در اصل کارمون خیلی خرابه، وقتی کارمون خرابه اشکالا یکی و دوتا و اینها نیست. و اما جشن‌های خیابانی همچنان در ایران ادامه داشت و سوال اینه که آقای روحانی که شما میگی هر جشنی هر راهپیمایی باید مجوز از دولت داشته باشن، آیا این جشن ها این خیابون بند را بندان بوق زدن، دختر نشسته نصف قنبلش از ماشین بیرونه که اصلا خطرناکه، اونم تو ایرانی که من شنیدم چه تیکتایی میدن، اینا هم جواز گرفته بودن؟ بیان با هم من اینو بهتون نشون بدم، یا همینجوری که این، اجازه بدید پلیر 4 بله پلی ببینیم که کار میفته یا نه. اوکی، اینجوری نشونتون میدم. اینجا این نیست که، یکو زدم اشتباهی، ببخشید. ایران سامتین، امان از دست تنهایی، یا امان از دست تنهایی، اسمشو گذاشتم چی خدایا؟ ایران الیکشن. اینجاست، اینجا، اینجا. آها، پلیر 4 دوباره ببرم اتون. بله، اینو حالا باید از آقای روحانی بپرسیم که اینها مجوز داشتن، آیا فردا هم میتونن به یه دلیلی یه تیم فوتبال اگه برنده شده باشه
یه مردی زنی نماینده مجلس شده باشه. راستی اون ویدیوی نمایندگان مجلس و اینها رو پیدا کردم و اگر باز حالا بتونم ببینمش رو پیدا کنم بهتون نشون میدم. این دوست ما برنامه عقل و اون تحقیقی که روی فهم و شعور آدم ها کرده امروز هم پنجمین قسمتش رو فرستاده، البته یه مقداری طولانی است، سعی میکنم در آخرهای برنامه خودم براتون پخش. شما هم میتونید به همین صورت یا به صورت صدا مثل این دوستمون از خلیج فارس یا به صورت صدا و تصویر مثل خانم فرنوش هر روز، هر هفته، هر ماه برنامه درست کنید، ارسال کنید تا ما هم اینجا براتون پخش کنیم و دوستان دیگه هم بشنوند و امیدواریم اونها هم بیان نظر بدن. و اما براتون یه دونه عکس، بله این عکس ها دیگه میبینید تو این ایام روسری مهم نیست، گشت ارشاد تو خیابون نیست، رانندگی والا من دیدم این ماشینه چهار نفرش نشستن بیرون، یعنی نشستن توی در. حالا کی رانندگی میکنه؟ خب حتما حضرت عباس اونجا داره رانندگی میکنه. و اما یک جایی همین توی این مصاحبه های بعد از انقلاب بعد از انتخابات یک گوینده آمده تو خیابون با اینایی که تو خیابون هستن صحبت میکنه و میگه خب حالا که روحانی قبول شد چی میخواین ازش؟ اون خانمی میگه که آزادی های ما رو بیشتر بده، اون جوانه میگه آزادی های ما رو بیشتر بده. بعد یه آقایی میگه که من فوق دیپلمم و کار ندارم و امیدواریم بتونه کار و اینا پیدا کنه. اون خبرنگاره میگه که چرا جوان ها با داشتن تحصیلات عالیه، دوستان فوق دیپلم از که تا حالا شده تحصیلات عالیه؟ خب فوق دیپلم گرفتی آقا بلند شو برو یه جایی آشپزی کن، بلند شو برو یه جایی کارگری کن. قرار برای هر کدومون 40 نفر که میریم یه جا دیپلم میگیریم 40 تا میز و صندلی بذارن تو خونمون بشیم رئیس؟ دوباره مادرمون برامون چای بیاره، پدرمون برامون خرج بده؟ بخونید ببینید، نگاه کنید به یک نفر نظافتچی و ظرفشو جهت کار در تهیه غذا تماس 10 تا 16 ساعت کاری 7 تا 19 حقوق 1,200,000 تومان بدون جای خواب. اوکی؟ حالا پایینش نوشته مهندس عمران. میدونید که الان سال هاست که مهندس راه و ساختمان من نمیدونم چه مشکلی داشت که اینا عوضش کردن گذاشتنش مهندس عمران. مهندس عمران جهت نظارت ساختمان با سابقه کار حقوق 1,000,000 تومان. خب آقا شما اگه مهندسی داری برو اونجا ظرفشویی کن، نظافت چی باش، 1,200,000 بگی، چه اشکالی داره؟ مگه هممون امید آرزومون این نبود که بیایم آمریکا؟ وقتی هم اومدیم آمریکا رفتیم یا کارگری کردیم، من یادمه خود من اینجا ساعتی 8 دلار چکم میدادن. تو من دیروز یه کاری داشتیم، یه اسپانیشی 10 ساعت اومد کار کرد، 10 تا 15 دلار، 150 دلار، یه ساعتم بهش تیپ دادیم، انعام دادیم، نهارم بهش دادیم، خود نهارم 10-15 دلار. به خانمم گفتم والا این پول کش اینجوری میدیم، نه تاکسی نه چیزی. و یادم میاد به خودمون که 30 سال پیش اومدیم اینجا ساعتی 8 دلار، آخر هفتم یه چک به اون میدادن که آقا 40 ساعت کار کردی، 40 تا 8 تا 320 تا، 60 دلارش اینجا رفت، 50 دلارش اونجا رفت، حالا 200 دلار میدادن دست. این آمریکا، امید و آرزوی هممون. خب آقا تو مملکتت وایس نظافت چی باش، ظرفشو باش، مهندس باش، چه اشکالی داره؟ توی شیراز میگن یه آقایی که مهندسه آمده یه گاری ور میداره شبا ساعت 10 خانمش مثل که عصر ماکارونی درست میکنه، این میاد کنار خیابون میذاره خیلی تمیز روشن، صف کشیدن قبل از این که این بیاد تو 2 ساعت 3 ساعت ماکارونی ها رو میفروشه، پولش رو ور میداره میره خونه، بابا ظرفا رو میذاره اونجا، حالا فردا یا سر حوض یا تو حموم بشورن دیگه. ایران هم همش از این ظرفا یه بار مصرف، اون ظرف اصلی شو مثلا میگم دیگه شو فلان اینا. من خودم یادمه تو اول انقلاب 4 تا دانشجو آمدن تو خیابونه قصر و دشت و اینها
این مرغای روتسوری، اون موقع که ما نمیدونستیم روتسوری، به همه این مرغا میگفتن مرغ سوخاری، حالا ما نمیدونستیم این سوخاری یعنی چی، سوراخیه، سوخاریه، اصلا یعنی چی مرغ سوخاری کنتاکی. یه دونش تو افواباد خب آمده بود گذاشته بود و آدم لذت میبرد، چون میدید این درس خونده، این میدونه بابا وقتی میره توالت باید دستشو با صابون بشونه بعد بیاد بزنه بیه. چرا اینجوری نباشی؟ چرا هممون نشستیم چون دیپلم گرفتیم یا چون این از دانشگاه های آزاد که دیگه واویلا یه لیسانسی گرفتیم تحصیلات عالیه، بعدم دیگه فارغ التحصیل شدیم، یعنی دیگه در مغز و در گوش و در چشم بستیم و سلام. بله خب گفتم خانم شایسته الهامی یه نوشته ایشون روز 15 گذاشته و منم روی فیسبوک گذاشتم، صفحه 28 نشریه پیونده، الان براتون پیدا میکنم میخونیم با هم این رو. بله این ماجرای چیز نوشته پادرمیانی پادشاه عربستان برای خواستگاری از دختر متأهل ترامپ. خب ای داد بیدا، خب لابد این سعودی ها حالا بعد این همه که عقب افتاده بودن توی آزادی و حقوق و اینها گفتن حالا ما میخوام خیلی پیشرفت کنیم، همش که نمیشه مرد 4 زن بگیره، یه زنم میتونه 2 شوهر داشته باشه، یکیش کلیمی باشه پولدار آمریکایی، یکیش هم مسلمان باشه پولدار عرب. میدونید که خانم ایوانکا این دینشو به خاطر شوهرش عوض کرده، حالا هر دینی داشته یا نداشته ولی امروز خودش رو یک کلیمی به اصطلاح چیز میدونه، باورمند میدونه. بله بذارید ببینم اینجا کجا داریم، کجا گذاشتیم. بله این دوستمون میگه آقا ترامپ فروشنده است، میفروشه دخترش زنش هر کدوم که بخوان مهم نیست براش. آها ترامپ کار دیگه ای که کرد یادتونه همش میگه که این اوباما میترسه بگه مسلمان های تندرو تروریست و من اگه بشم اصلا اینو میگم، یه دوبارم اینجا گفت پدر سوخته توی این سفرش خفه خون گرفته بود، آقای کرمی میگه خفه خان، خفه خون گرفته بود. حالا خفه خون درسته یا خفقان درسته؟ خفقان موقعی که یه نفر نیزداره یکی صحبت کنه، ولی خفه خون مثل که یعنی نمیدونم، یعنی خفه شده خون تو دهنشه، نمیدونم، خیلی چیزها از ما نمیدونیم. یک کلمه نگفت تروریست های مسلمان تند رو، اسلامیک رادیکال نمیدونم تروریست، برای چی؟ برای که نوشتشو اون کسی نوشته بود که دو بار توی دهنش زدن، گفتن تو نمیتونی توی آمریکا که اصلا پایه و اساسش بر آزادی مذاهب و مهاجرین هست بیای بگی که ما یه دفعه مسلمان ها رو راه نمیدیم، بعد میخوای چجوری امتحان کنی؟ اگه یه مسلمونی میخواد تروریست باشه، مسلمونی که بهش تو دینش گفتن تقیه آزاده، اون میاد وقتی بهش گفتی مسلمونی یا نه میگه حالا چون گفتن مسلمونه من مسلمونم نمیام، میگه نیستم آقا دیروز شدم مسیحی، چیکارش میخوای بکن؟ اینا احمقن که اینجوری میبینی یه چیزی میگن، این همونه سنگی رو میندازن توی چا، هزار تا عاقل نمیتونن درش بیارن. خب و اما جمعه 26 میدونید که آقای مهدیزاده، بذارید من اینجا بنویسم، قرار شد امروز اگر بشه به من زنگ بزنن، بعد گفتن ممکنه روز نشه، به اصطلاح شب میتینگ میذارن با دوستانشون، گفتن به جای این که مثل هر ماه توی اون مجلس جمع بشن و موزیک و شام و اینها باشه، شاید چون هوا خوبه و شهرم واقعا زیباست و ایام بهار و اینها، نمیدونید این بارون که میزنه چقدر قشنگ میشه، شاید برنامه رو بذارن به اصطلاح یه تور در شهر واشنگتن یا اوشن سیتی، به مجرد این که تصمیم بگیرن به من خبر میدن، منم به مجرد این که بفهمم به شما میگم. پس جمعه 26 چون ماه قبل گفتیم که همونجا تا 4 ماه دیگه 26 هست، ایشون گفت نه تصمیم گرفتیم 26 یا با اتوبوس تو شهر واشنگتن بگردیم و بریم یه جایی هم شام بخوریم، یا بریم مثلا یکی دو ساعت به طرف اوشن سیتی. اوشن سیتی هم یه شهر خیلی قشنگیه،
مخصوصا قبل از اینکه تابستون بشه و اونایی که میان برای کنار دریا و یه عده اصلا هی تو این خیابون گاز میدن میرن بالا و میان پایین کروزینگ به قول خودشون چی میگن تو ایران، خدایا شنیده بودم اینایی که هی ماشینشون میرن بالا دور دور یه چیز اینجوری دور دور میکنن نمیدونم. در اصل قبل از اینکه اونا بیان این ایام بهترینه تا به ما خبر بدن ما هم به شما خبر میدیم. و اما جدید آهان ایشون مقالش اسمش اینه، خانم شایسته الهامی از کانادا نوشتن چطور می شود باور کرد در فرانسه مهد دموکراسی و آزادی چنین افرادی تا این حد بالا بیاید. ببینیم که منظورشون این آقای رئیس جمهور جدید فرانسه است. بذارید من این صفحه رو تنظیم کنم روی نوشته ایشون. بله این 4x3 صفحه 28 این نشریه است. یه بار دیگه عوض میخوام ازتون. بله تا اینجا بله نشریه پیوند شماره 1320 15 می 2017 و نوشتن که شایسته الهامی از مونترال، اسم این نوشته دیدگاه هست. دیدگاه هم پرسپکتیو میشه یا چشمنداز میشه پرسپکتیو، فکر کنم اوتلوک میشه دیدگاه، چون خانم زهره رستگار، بله خانم زهره رستگار هم شهریمون یه برنامه داشت به نام اوتلوک، اون میشد دیدگاه. ولی محمد علی ابوقدار یه برنامه داشت به نام پرسپکتیو میشد چشمنداز. بله انتخابات فرانسه، انتخابات امانوئل ماکرون رفراندومی پیروز برای اتحادیه اروپا. 12 ماه می دومین مرحله انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه 7 می انجام شد. این روزی که نوشتن 12 ماه می ولی میگن دومین مراحلش 7 ماه می انجام شد. از میان چندین کاندیدای نسبتاً خوب 2 نفر در آخر ماندن که هیچ کدام چهره و برنامه خوبی نداشتن. اولی چهره جوان نظیر هیلاری کلینتون نماینده بانکدارا و شرکت‌های بزرگ و چهره دیگر همچون ترامپ ضد ارزش. البته اونجا برعکس بود، اونجا این آقای به اصطلاح اینجوری بود، اون خانمه اونجوری بود، درست برعکس اینجا. بذارید من این نوشته رو براتون اینجوری بزرگترش کنم. نمیدونم میتونید بخونید نمیتونید، اصلا آدرس شو دادیم پیوند و از کانادا هم هست. گویا من توی یکی از برنامه هم گفتودم کالیفرنیا، از این بابت عذر میخوام. خلاصه چهره دیگر همچون ترامپ ضد ارزش. یادم میآید مدتی پیش که مارین لوپن یا لپن اونجا میگن به مونترال آمد، رهبران سیاسی با او دیدار نکردند، مردم هم روی خوشی نشان ندادند. چطور میشود باور کرد در فرانسه ای که به مهد آزادی و دموکراسی شهرت دارد چنین افرادی بتوانند تا این حد بالا بیایند؟ اجازه بدید این چون وسط صفحه اینجا چنین افرادی بتوانند تا این حد بالا بیایند. شاید بشود گفت مردم ایران در مقایسه با فرانسوی‌ها و آمریکایی‌ها مسائل سیاسی آگاهیشان بیشتر است. فرانسوی‌ها در مرحله اول انتخابات بهتری داشتند. بعد از کنار گذاشتن سندرز هم مردم آمریکا می‌توانستند تظاهرات کنند. سندرز هم با داشتن آن همه حمایت مردم باید کاری می‌کرد، چرا که ترس از تجاوز کشور دیگری به عنوان کمک‌های حقوق بشری در فرانسه و آمریکا وجود ندارد. بله میگه که ایشون مینویسه سیلویان منارد 9 می در صفحه 16 روزنامه متروی مونترال مینویسد با وجود اینکه ماکرون نکات مثبتی نداشت ولی ترس از قدرت گرفتن مارین لپن باعث شد با برنده شدن
باعث شد که با برنده شدن ماکرون مردم نفس راحتی بکشن. با وجود این آرا بالای کسانی که با وجود این آرای بالای کسانی که در رای گیری شرکت نکردند و یا به لپن رای دادن باید قابل تعمق باشد. باز اول می در گزارش صفحه 10 مترو آمده بیشتر فرانسویان از ظهور دوباره ناسیونالیسم نگرانی شدیدی دارند. دیروز ماکرون برای ادای احترام به یهودی‌هایی که جان خود را در دوران شوا معنی عبری هولوکاست از دست دادن رفت آنجا پیغام داد دیگر هرگز. این مقاله یه مقداری یعنی نصف صفحه یه چیز هست، به نظر من به خوندنش میارزه. روی فیسبوک هست، میتونید روی فیسبوک مردم تیوی ببینید. این مقاله ها رو خانم شایسته الهامی روی فیسبوک خودشون هم میذارن. بله. آها. حالا جالبه، ما وقتی اومدیم این مقاله رو خوندیم یک کم گفتیم خب سر بزنیم ببینیم که این نشریه چه چیزایی می‌نویسه. گاهی وقتی چیزای جالبی می‌نویسه و خیلی متعجب شدم که این نمیدونم حالا ترجمه است یا نوشته یه ایرانیه که اینجا نوشته خواندنی. بذارید بهتون نشون بدم. خواندنی کمرای 3. بله، نوشته که خب برعکس خانم شایسته الهامی که اسمشو بالا نوشته، تیترشو گذاشته، بعد میگه که مال کی هست، ترجمه کردیم اینها. این شروع شده اینجوری: این کمپانی در کانادا بیرقیب است. اسم کمپانی کاسکو است. اگه یادتون باشه تو ویرجینیا هم اینجا ما پرایس کلاب داشتیم، این آمد پرایس کلاب رو خرید کاسکو و الان تقریبا میشه بگی اونای دیگر رو همه رو نابود کرده، از بین برده. یکی دوتا، یکی والمارت، یکی سامز کلاب، اینا جلوش وایستادن که اونا هم همینن، اونا هم اون خورده پاها رو از بین بردن، پدرشون در برده. اینجا نوشته که فروشگاه های کاسکو برای خیلی از ما یک نام همراه با احترام است. من هر چی فکرش کردم که چجوری، خب بله ما ها آدم های دیوونهی هستیم، به رضا قلدر که تو طویله کار کرده انگلیسا آوردن گفتن بی باشه شاه این ملت بیچاره، اگه حرفم زدن با این عصا بود با چوب و اینا بزن تو سرشون، وقتی به اون احترام میذاریم، وقتی به اون میگیم نابغه، خب برای ما بعید نیست که به یه فروشگاه هم احترام بذاریم. شما دوستان میتونید به من بگید احترام به فروشگاه یعنی چی؟ یک نام همراه با احترام است. یعنی هر وقت کاسکو میاد میگیم مثلا چی میگفتن این محمد که میگفتن همه صلوات میفرستادن، یا چیزایی هست که این دیکتاتور میکتاتورها را میندازن توی دین ها هست، مثلا یه چیزی که میگن آمین. به من یکی بگه ما چگونه میتونیم به اسم کاسکو احترام بذاریم؟ خب این مقاله رو من به چه امیدی بخونم؟ این که جمله اولش، پاراگراف اولش اینو نوشته، بعد جایی که دوست داریم هر هفته از آن خرید کنیم، از نگاه بسیاری از کانادایی ها کاسکو فروشگاهی با اجناس ارزان و با کیفیت است که در این زمینه رقیبی ندارد. حالا شما اینو داشته باشید، برید یه فیلمی مال ساینفیلد رو نگاه کنید که ببینید توی اون چجوری کاسکو رو با طنز و مسخره آورده بود که این بسته های بزرگ و طرف به خاطر اینکه مثل میزنه پینات بادر به ایرانی چی میگیم؟ این بادام زمینی و کره وقتی درست میکنن بهش میگن پینات بادر. مثلا انقدیش 4 دلاره، تو این فروشگاه انقدیشو بهت میده 20 دلار. طرف نگاه میکنه میگه آقا این مثلا 10 برابر اون 4 دلاره، این باید بشه 40 دلار. خب حالا 20 دلاره پس 50% ارزونه. نمیفهمه که آقا تو الان میخواستی 4 دلار خرج کنی، یه شیشه یه پینات بادر بخری ببری خونه سالم جدید بخوری تو بره. اینه میخره، اینقدر خریده بود که مجبور شد بده به اسب. بعد ببخشید اینو میگم، اسبه گوزگوزک گرفته بود. آقا خانم این چی نوشتی شما؟ حالا من نمیدونم این نویسنده ترجمه کرده، چون گویا یه آماری رو مثلا میدونید که اینجا چپ و راست به این فروشگاه های ماشین، به کمپانی های ماشین جایزه میدن، یا یک کتابی هست
برای منم اومده بود که سوربی بیا 200 دلار بده تو کتاب هویز هو می‌نویسیم که هویز هو هویز سوربی. گفتم خب از کجا شما تحقیق میکنید که من کیم؟ گفت خب خودت می‌نویسی، خودت می‌نویسی من کی هستم و اینها و ما چاپ میکنیم میذاری رو میزه. گفتم بابای من میگفت اون وقتا به این و اون که مثلا فکر میکردن خیلی زرنگه، میگه آخه فلان فلان شده برو ننت شوهر بده، یعنی تو نمیخواد ما رو خر کنی، تو اگه اینقدر بلدی برو ننت یه شوهری بده که اون زنه بی سرپرست نباشه، تا هم اینجوری یتیم تو خیابون بلو نباشه. اینا یه شرکتی اومده یه آماری گرفته، خب معلوم خود منم میرم کاسکو خرید میکنم. و این از نفهمی ما هست که نمیفهمیم کورپوریشن ها دارن چه بلایی به سرمون میارن برای 2 دلار ارزون تر. بعد تعجب میکنم وقتی من این تیکه رو فرستادم، البته دیدم به هم ریخته شده بود، وقتی اینو برای یکی از دوستان فرستادم، دوستم گفت که این فروشگاه جدید نیست، این 20 ساله تو کانادا هست و اینا معمولا تو شهر نیستن، خارج از شهرن. گفتم دقیقاً میره خارج از شهر، زمینای ویل میگفتن چیو میخره، اونی که میزنه مردم هی میرن و میان، شناخته میشه، بعد همون زمینا رو به قیمت 10 برابر میفروشه. یعنی بیزینس خورده پاها رو که از بین برده هیچی دیگه، شما بلند نمیشی بری یه نوشابه از مغازه سوپرمارکت نمیدونم مستر اسمیت سر کوچه‌تون بخری، بلند میشی هفته تا هفته اصلا یه برنامه این میشه که نصف روز بلند شی بری کاسکو. من خودم یادم ما فارسیش بودیم، آقای فیلابی یه دفعه باش اون موقع کار میکردیم، گفت که بچه ها شما میدونید یه فروشگاهی هست به نام پرایس کلاب، ایرانی ها هنوز به کاسکو اینجا میگن پرایس کلاب. گفتیم نه. گفت آقا برید ببینید چی هست، اینقدر مثلا سینه مرغ میده 3 دلار، نمیدونم اینقدر روغن زیتون میده مثلا 6 دلار، برنج که ما همه ایرانی ها چیز میکنیم، برنجی که بیرون میدن 12 دلار اون میده 6 دلار. خب ما رفتیم دیگه، همه اونا مثل معتاد شدیم، حالا همه میریم میخریم این بزرگ. ولی جالبه، خب این رفته تو بیابون، نرفته که برای بره و برای تو کانادا شما ها چی دارین اونجا، این موس گوزنای خیلی شاخ بزرگ دارن اینا رو دارن، یا اون چیزی که عرابه آقای پاپا نوئل رو هم میکشه، چه داستانای مزخرفی، عرابه پاپا نوئل با زنگوله اسکی هم زیرشه ولی تو هوا پرواز میکنه، وقتی مردکه چاق از یه سوراخ فایرپلیس میاد تو خونه ها، حال که دیگه خونه های جدید هم فایرپلیسشون یا اون شومینهشون گازیه، نه چیمنی داره نه دودکشی داره نمیدونم، ولی اگه یکی هم اومد گفت میگه آه چی کار داری، بچه ها دلشون خوشه، خوش باشید تا نمیگم بمیری، خوش باشید. چی بگم، دوستمون نوشته که دلیلش این است که مردم فرانسه از بی‌لیاقتی سیاستمداران فرانسه به ستو آمدند. خود ماکرون وزیر فرانسوا اولاند بود که استعفا داد و حزبی نو را اندازی کرد، و چون مردم فرانسه بذار نسبتش اینجا، چون تو ایبتو میگم اینقدر کوچولو نشون نمیده، و اینجا بخونیم ببینیم این دوستمون چی نوشته. بله، و چون مردم فرانسه همش دروغ شنیده بودن، به نظرشون آمده که ماکرون دلش واسه مردم بیچاره سوخته و بهش رأی دادن. آفرین، درست کپی آمریکا اونجا اجرا شد، چیزی که هست مردمی هم که حتی فکر میکردن چیز شد، به دیدن آقا این ترامپ احمق که اومد، 4 ماه دوستان به 4 ماه نرسید، هیچ قولی را انجام نداده، هیچ چیزی که گفته انجام میدم انجام نداده. من ساعت اول، روز اول که بیام توی اتاق وایت هاوس، همه خارجی های بدون چیز رو میکنم بیرون. آخه مردک 11 میلیون 12 میلیون نفر رو تو چجوری میتونی بکنی بیرون؟ طرف اومده اینجا رستوران زده، 3 تا بچهش آمریکاییه، زنش آمریکاییه، خودش دولت ریگان یا دولت بوش یا دولت اوباما یکی بهش اجازه داده اینجا باشه. عجب واقعا خر تو خریه، این دیگه از شیر تو شیر گذشته، جنگل مولان والا اینجوری نیست. و جالب اینه که بعضیا باور میکنن، یه کسی مثل این دکتر حمزه پور، خب این چه کسایی باور میکنن، یه آدم شالاتان دکتر حمزه پور، مردم میگن آقا این اصلا دکترا نداره، این تو دفتر وکالت این و اون
آمده هی کارچاق کن، حالا خودش میگه دکتر، حالا شما برو بگید دکتر رشتت چیه، چه سالی فارغ التحصیل شدی، اونم مثل شاه که میگن آقا فارغ التحصیل سوئیس، میگیم کدوم مدرسه، چه سالی، میگن حالا میریم برات پیدا میکنیم. آقای سرهنگ عقیلی پور، تیمسار آریان پور، هر دوشون گفتن که اصلا شاه با این مدت کمی که تو سوئیس بوده، با این خرابکاریایی که تو مدرسه کرده، با این اخراجی که شده، دیپلم هم نداره. و دوست ما آقای سهیلی می‌نویسه آخرین فرزند رضا شاه نابغه، اولا وقتی یکی مرده درباره این داری صحبت می‌کنی، دیگه نمی‌خوان باباش بگن درجش چیه. وقتی شما میگه آخرین فرزند رضا خان، رضا شاه فوت شد، دیگه نمیخواد به اون بگن حالا اونم نابغه بوده. اصلا جمله بندیتون غلطه. و من فکر کردم راجع به این علیرضا گفتن این نابغه بوده، کجاش نابغه بوده، اینا چه خانواده نابغه بودن که به برادرش، به باباش نگفته آقا این کاری که داری میکنی مرد حسابی، تو مملکت مال توه، چرا میری دنبال 4 تا 10 تا 5000 تا ده که بعدم اینجوری بندازنت بیرون، یک نفر نیاد جلو ماشین تو وایسه، یک نفر. اینجا با یه تیم فوتبال بازنده میشه، ببینید تا سه روز گریه زاری. این سندرز تو چیز اولیه، انتخابات اولیه بازند، یعنی برنده نشد. چون به یه دوست آقای امیر احمدی میگفت من رد صلاحیت نشدم، صلاحیت اونای دیگه تایید شده. از این بری از این بری. بله، در هر صورت دوستان، نمیدونم والا، برنامه 26 آقای مهدی‌زاده رو گفتم، کنگره فخرآور و داستان هزار و یک شب دوستان ادامه داره. اگه خواستید برید روی فیسبوک آقای غلام ترشیزی، اسم انگلیسیشون گلن هست، گلن ترشیزی، اونجا ایشون نظر خواسته و خب این نظر خواهی حالا بعد از مرگ سهراب به چه دردی میخوره؟ قراره یه دور دیگه انتخابات بذارن، انتخابات که رئیسش آقای فخرآوره، برای چی اصلا، چه کار میخوام بکنی؟ نمیدونیم چه خبره. دوستان در جبهه ملی برای من یه چیزی فرستاده بودن، بعد آقای پاکزاد نوشته، آقای سهراب میخونم از رو خودش که ما یه وقت خدایی نکرده چیز نگفته باشه. بعد اوکی بذارید پیدا کنم اینها رو. او شد 3:02. یک عکس به از 1000 کلمه. اینو میدونید که چیزم داریم، توی فارسی هم میگن که یک عکس گویاتر از 1000 کلمه است. اینجا میگن که a picture worth 1000 words هم چیز. بله، نگاه کنید دوستان این عکسی رو که هر کسی این کاریکاتور رو کشیده، خیلی قشنگ کارش درست بوده. ببینید یه کمی دقت کنید، این آمریکا یا همین عموسام خودمونه، یک از این چی به اینا میگفتن، چیزی که کوره ها رو به اصطلاح باد میزد اینا، گذاشته زیر پاش، این هی باد میکنه، این خامنه ای یا آخوندا کلن در ایران. و جالبه که موشک دستش هم فعلا بنفشه، رنگ همین انتخابات آقای روحانی. البته روحانی گفته بود من هم بنفشم هم سبزم. و ببینید دوستان، اینجا داره اینو باد میکنه، هرچی این بزرگتر میشه، عربا با ترس و لرز میان از این میزی که گذاشته اینجا اسلحه میخرن. همین الان که من و شما اینجا هستیم، سفر 9 روزه این دیوانه ترامپ به ریاض یا به عربستان سعودی تموم شد. امروز صبح ساعت 6 به وقت ما رفته بود توی اسرائیل که اونجا رئیس جمهور اسرائیل، اینم از بس کسی کاری باش نداره، از رو کاغذ هم نمیتونست بخونه. بعد آقا رئیس اسرائیل با این پیشتر، خب شما میدونید بیرون داره باد میاد، به جای رو کاغذ بنویسید رو مقوا بنویسید، این رئیس جمهور نمیدونست کاغذ ها رو بگیره بخونه فلان، نه خیلی افتضاح. در اصل الان هم دارن به هم دیگه میدن و میگیرن، حالا بعدا معلوم میشه کی میده کی میگیره. و این درست همین ماجراست، 380، من فکر کرده بودم 350 بیلیون، 380 بیلیون دلار توی 10 سال تانک و هواپیما و رادار و نمیدونم از این آشغالا میدن. چرا آقا یک شوبلت یا یک
بیوک درست کنه یا یه کادیلاک درست کنه بده 5000 دلار 10000 دلار، یه تانک میده نمیدونم 60 میلیون دلار، یه هواپیما میده 300 میلیون دلار، یه کشتی میده نمیدونم اینقدر میلیون دلار. و پول نفت رو که اونا اینجوری میدن به مردمشون نمیدن، خودشون میذارن تو بانکای آمریکا و بانکای سوئیس و اینها، اینها اینجوری به این سادگی ازشون پس میگیرن. و بریم سراغ دیگر. بله اینجا اینو گفتیم. آها دوستان، راجع به آقای رشید صاحب فروشگاه خانوادگی ساسان و کامران، امروز صبح با یه دوستیم صحبت کردم، گفت الحمدلله خطر رفع شده و حالش خوب شده و خودش میاد در مغازه، در اون سوپرمارکت. من شاید فردا یه سر به ایشون بزنم، هم احوال پرسی کنم هم یه نهاری هم اونجا بخورم. خب این عکس رو هم دوستان فرستادن، با هم نگاه میکنیم. این قسمت شو دیگه حالا من نمیدونم چه مراسمی بوده، یک چیزی مثل کره زمین درست کردن، اینا از جادوگران نگاه میکنن، چی بهش گفتن، جام جهان نما، و یه چیز درست کردن روشنه، بعد اینا اومدن دست گذاشتن روش. حالا کیا هستن؟ این رئیس جمهور مصر که اونجا احمقانه این سیسی حرفای زد، که دیگه این اینقدر احمقانه حرف زد که ترامپ خندید ازش، بعدم بهش گفت که چه کفشای قشنگی داری. خلاصه اینم پادشاه عربستان سعودیه که میدونی همه اینها وقتی پیر میشن تازه حالا از ولی عهدی میان میشن پادشاه، و دستشون گشتن رو این کره. یعنی چی و معنیش چیه من نمیدونم، اگه کسی میدونه توضیح بده تا ما هم آگاه بشیم. این کجا رفتیم؟ اینجاست، ببخش این شیش رو پاک کنم اصلا که اشتباهی آدرس خانم فرنوش آمده بود اینجا. خب پس شد، ببخشید دوستان یک کمی امروز ما چون تاریخ ها رو نفرستادن این سیستممون به هم خورده. 3 5 7 8 بله تلفن داریم، تاریخ هم دو بار گفتیم سه بار گفتیم و اصلا مهم نیست. این برنامه ما انقدر خوشمزه است، امروز اگه بخوری تازه است، فردا بخوری مثل کتلت یه شب مونده دیگه چقدر خوب میشه، چی بگم بهت. خب بریم. و اما آقای آریانپور برای دوستان جبهه ملی بعد از این نامه‌نگاری بین من و این دوستان که من برای آقای پاکزاد نوشتم، دوست گرامی آقای پاکزاد، من باور دارم دکتر مصدق و جبهه ملی در آن زمان کار درستی انجام دادند، ولی فکر میکنم جبهه ملی در قرن بیستم در جا زده و نتونسته خودش رو بیاره تو قرن بیستم و با قرن و زمان و اینها پیش نرفته. باز هم از شما و دوستان دعوت میکنم که مهمان ما باشید، امیدوارم شما درست بگی و من اشتباه کنم. همیشه از دوستان یاد گرفتم، این بار هم یاد خواهم گرفت. آقای آریانپور دیگه طاقت نیاورده، آمده نوشته با تمام احترامی که من در طول عمرم نسبت به زنده یاد دکتر محمد مصدق داشته و دارم، من اعتقاد زیادی به هواداران و پشتیبانان راه او ندارم و دلیلم این است که این هواداران که به فرقه های مختلفی زیر نام جبهه ملی تقسیم شده اند هنوز نتوانستند در بین خودشان به یک طرز فکر واحد برای به حرکت در آوردن سازمان جبهه ملی در مسیر درستی برسند. ارادتمند آن رادمرد بزرگ، من بزرگ حساب کردم، هوشنگ آریانپور. من اینه که خوندم اول گفتم که خب آقای آریانپور جبهه ملی که اسمش معلومه، یه جبهه هست، هر کسی میتونه با هر ایده‌ای با هر عقیده‌ای بیاد داخلش و قرار نیست اینها یک رأی داشته باشند، متحد القول باشند. بعد گفتم نگاه کن اتفاقا چرا این درست میگه، میگه درسته که اینها از گروه های مختلف اومدن، ولی حالا اینجا که با هم یک گروه مختلف میگن دیگه، نه این گروه متحد و مختلف و متفق چیم یاد توده تو جنگ ها میگفتن گروه متفقین گروه متحدیم، اینها یعنی چی؟ این هم آخرش گیج شدیم قاطی کردیم. ولی دیدید که مثلا توی بعضی از کشورها فکر کنم آلمان اینجوری بود، حزبای مختلف میان تعداد صندلیای رو برنده میشن،
با هم ائتلاف میکنن، دولت تشکیل میدن و سر رأی گیری ها میبینی با یه تصمیم مشخص سر یه صحبت که میشه رأی میگیرن، هر کی رأی بیشتر آورد قبول میکنن، اونای دیگه ساکت میشن. ولی شما برگردید جبهه ملی نگاه کنید نامه هاشو، آقای زعیم میگه ما میخواستیم نمیدونه اینجوری کنیم، به اون اجازه ندادن اونجوری کردیم، ولی حالا فکر میکنم به روحانی رأی بدید. آقای امیر انتظام میاد میگه که من رأی ندادم، هر کیم گفته من رأی میدم دروغ گفته فلان. خب راست میگه آقای آریانپور. یه مشتی آدم میان سال، اگه نگیم یه مشت آدم مسن که دیگه حرکتی ازشون نمیاد، جوونم که نتونستین شما جذب کنید، جوونترینش این آقای بیژن مهر، بکنم از من یه 10 سالی جوونتر. خب حالا چیکار کردی؟ همین بیژن مهر تو آمریکا نشسته، هر چی می‌نیسه شما میگین قبول نیست. بیان جلو صحبت کنید. فقط کنگره ملی به ریاست آقای امیر عباس فخرآور نیست که کارش خرابه، فقط آقای جاوید شهافر نیست که کارش خرابه که سوار هواپیما که شده دیگه خواب رفته، یادش رفته اصلا کجا بوده، به سوربی چی گفتم، قرارمون چی شده، بعدم تازه طلبکارم شده که آقا من آمدم شما به من نگفتی من بهت کجا زنگ بزنم. آقا اینجا سوربی مثل گاو پیشونی سفیده، به همون آقای غلام ترشیزی میگفتی آقا این سوربی میشناسی؟ یه آدم دیوانه ای هست حرف حقیقت زیاد میزنه. شماره تلفنشو داری؟ ایمیلشو داری؟ آدرسشو داری؟ آقای غلام ترشیزی هم میگه بیا با من بریم تایسنس کنه سوربی تا هم بیا اونجا هم دیگر ببین. شما کارتون درست نیست بابا جون، بلد نیستید، کلاسشو نرفتید، مدرسهشو نرفتید، شما چون رفتی قضاوت خوندی سیاست مدار خوبی نیستی. باید اگه میخوای تو کار سیاسی وارد بشی بری سیاست بخونی. فخرآور بیان جلو، حالا اینقدر ما میزنیم تو سرش، این خدا زده از لحاظ سیاسی کارش درسته، آدم که رفته فوق دیپلم رادیولوژی بگیره که بعد توی بیمارستانی تو قسمت زیرزمینش بشینه عکس بگیره، تازه اونم نمیتونه بخونه، اونو بده به یکی دیگه، نتونسته و ول کرده و اومده فوق دیپلمش رو نگرفته، اومده اینجا میگه من استاد دانشگاه هستم. ببینید آمریکا چه خرد و خریه. خب یه خرش من، یکی هم فخرآور دیگه میشه خرد و خر دیگه، من خرد و خر باید چی باشه؟ اینه. اون موقع که فیلم ها رو به ما نشون میداد یادتونه جیمز چی بود میگه غرب وحشی وحشی وحشی، همینه دیگه. آقا فوق دیپلمش نتونسته بگیره، اومده اینجا میگه من تو اتفاقا در کلاس ها هم که در کلاس های دانشگاه حتما هم میکشور میکنه که دانشگاه رو میگه، در کلاس های دانشگاه هم که درس میدم به شاگردام همینو میگم. آقا اینجا از من دعوت میکنن میرم تو این دانشگاه جیمز میسون راجع به ایران صحبت میکنم. اینجا یه دفعه میبینی از یه کارگری دعوت میکنن بیا آقا شما که مثلا صحبت زباله جمع میکنی راجع به زباله صحبت کن که بچه ها بفهمن زباله ها رو نریزن این برو. ولی با همه اینها راه پدرسوختگی سیاست رو خونده، همین میره دم کپیتال و میاد و یه ساندویچ با این میخوره و یه دوست دختر جوونیش میبره، حالا یکی از این پیر مردم شب دیگه بالاخره دست پنجه نرم کنن، راهش یاد گرفته. اینه که حالا مثلا میتونه دو نفرم بیاره و فلان، در دست که والا اینجا شما زنگ بزن به طرف بگو که ما یک میتینگی داریم. مجاهدین هم این کارو میکردن. اولا ماها فکر کنیم واو این رفته مثلا نماینده فیرفکس آورده. آقا همشون یه مش آدمای متقلب پدرسوخته گوشنگدا، $200 بده یه نهارش هم بده میگه خب خوب شد $20 نهار به نفعم شد، $200 هم دادن، $200 هم کشه، میرم هر جا دلم خواست خرج میکنم دیگه، خانمم هم نمیفهمه کریدیت کارت امشب برای چه دختری برای چه پسر خرج کردم. نایمدی که آقای شهافر که من بهت نشون بدم، البته من تو برنامه‌ام گفتم آقای شهافر احتمالاً انقدر برنامه بد بوده گفته آقا ما خودمون مسخره کردیم برداشته و رفته. حالا منتظر خواهیم بود که یه وقتی با ایشون هم صحبتی داشته باشیم. بعد این از این. آها آقای پاکزاد حقش پامال نشه، برای من اینو نوشته بود وقتی که من نامه جبهه ملی رو جواب دادم، نوشتم دوستان سلام، آیا وقت آن نرسیده که قبول کنیم جبهه ملی زمانش سپری شده،
این دوستان حتی یک فراخوان نمیتوانند پخش کنند. از نظر جذب نیرو به خصوص جوانها کارنامه بسیار بدی دارند. اگر شما هنوز هم به جبهه ملی باور دارید، مهمان ما باشید، نظرات خود را با بینندگان در میان بگذارید. به امید روزهای بهتر و آینده روشن‌تر، تلویزیون مردم سوربی. آقای پاکزاد آمده گفته که آقای سوربی عزیز، تنها ارگانی که زمانش سپری نشده و نمیشود جبهه ملی است، یعنی شد مقدس. ببین تنها، هیچ دیگه وجود نداره، فقط مصدق، فقط جبهه ملی. این بدبختی ما از اینجا شروع میشه. داشتم مصاحبه بابای این خانم گلشیفته فراهانی، میدونید که ایشون هم تو کار تئاتر و اینا بوده، البته خداییش هیچ کدوم از ما، یعنی من حداقل نمیشناختم تا وقتی ماجرای گلشیفته و عکسای لختیش و اینا اومد، بعد فهمیدیم این باباش تو تئاتر بوده، احیانا گلشیفته فراهانی هم از طریق باباش رفته بوده سینما، چون هنرپیشای ما هم که میاد افتخار میکنه آقا من از 19 سالگی هنرپیشه بودم، همشون یا باباشون یا عمه‌شون برشون داشته بردتشون این برابر سر کار. بمانه داشت مصاحبه میکرد و برای اون گوینده داشت میگفت که ما با وجودی که امید و به اصطلاح چیزی نداشتیم به روحانی، ولی به خاطر این رفتیم به روحانی رأی دادیم. و آقای روحانی یادت باشه این تئاتر یک جای مقدسیه. خواستم بگم آقا تئاتر کجاش مقدس؟ تئاتر کجاش مقدس؟ تئاتر یه سنیه میان روش بازی میکن، یه بازیش بده یه بازیش خوبه، اون کسی که میاد نگاه میکنه میگه بازی خوبی بود، اون کسی که نگاه میکنه میگه بازی افتضاحی بود. من نمیدونم این قدوسیت و مقدس بودن رو چجوری میخوایم با هر زوری شده بچپونیم تو فلان جای هم دیگه. یه شاه بی سواد نادان میشه آریامه، میشه سایه خدا. احمق هنوز خدا رو ندیده، سایم براش درست کرد. خب دیگه بعدش هم معلومه اینجوری میشه دیگه. خب اینم از این. بریم سراغ ایمیل های بعدی، نوشته های بعدی. میگه که این عکس رو نگاه کنید و گفتم بهتون این ترامپ احمق دخترشو دامادش هم برداشته با خودش برده، اینا شدن جوک نوشته های عربی و توی چیز. اینجا نوشته که به عربی، حتی این دوستون به فارسی برای من ترجمه کرده، من که عربیم بلا خوب نیست که ببخشید. نوشته اگر کسی به تو گفت بیا حمام رو بهت نشون بدم نریا. باور کنید من وقتی که ترامپ به این دیرکتور چی بگیم به فارسی، مدیر اف بی آی، رئیس اف بی آی، وقتی به این گفت که هی مواظب باش ممکنه یه تیپایی هم باشه از حرفامون که صحبت کردیم، یه نوارهایی هم باشه، اون روز داشتم پیش خودم فکر میکردم مثلا اینا که بلند میشن میرن خونه، مثلا میرن قصر عربستان سعودی، از کجا میدونن که تو اتاقه، مثلا این روزا که این دوربینا، حالا این دوربینا که میدونید امروز به دست من شما رسیده، این دوربینا از 70-80 سال پیش بوده، خود ما که 40-50 سال پیش فیلم های جیمز باند و بعد اون فیلم چیه فضانه وردان اینا رو میدیدیم، اینا رو دیدی بودیم و هست و تو خودنویس و تو خودکار و اینا. یادم میاد این خانم رکسانا گنجی میگفت ما کلی دوربین فرستادیم با خودنویس برای بچه ها از فیلم بگیرن. آقا این دوربین ها اینجا میفروشن دونه 2 دلار، رو اینترنت بخری 100 تاش میشه 100 دلار. بعد چیه این میخری حالا فیلم گرفته که چی شد؟ بابات میخواد بلند شه بره مثلا اون کسی رو که با جیپ رفته رو مردم کشته میخواد بره، شما که تو دوره معمولیش در رفته. در هر صورت از کجا اینا میدونن که دوربین تو اون اتاق کار نگذاشتن؟ حالا اگر قبول کنین به خاطر اینکه دوربین گذاشتن، این بیچاره ها چیکار میکنن؟ شب با لباس میخوابن؟ خب حمام که میخواد بره دوش بگیره چی؟ واقعا روزگار بدی شده. و اگه یادتون باشه من بهتون گفته بودم، از شما پرسیده بودم آیا میخواین رئیس جمهور باشین؟ آیا میخواین شاه باشین؟ چون اینا برای خودشون یه زندان درست میکنن. و جدیدن اوباما گفت، 2 هفته پیش باهاش مصاحبه کردن، گفت که این رئیس جمهوری و کاخ سفید و اینها مثل یک زندانه، ولی زندان زیباییه. حالا شما دوست داری تو زندان زیبا زندگی کنی؟ قصرای این
عربستان سعودی رو که نشون داد، دیدین چلچراغا و موکتا و فرشا، فرش قرمز انداخته، یه عرب بازی هم در میاره، فرش قرمز انداخته از در هواپیما که میاد پایین روش فرش یعنی موکت انداخته، آخه اینا بهش میگن رد کارپت، بعد رو اون فرش انداخته. گفتم چقدر جالبه که این فرش حالا ایرانی باشه، مثلا فرش کاشان باشه، فرش قم باشه، فرش کجا هست فرشاشون خوبه، فرش تبریز باشه. خب این دوستمون ببو میگه همیشه آقای سروی شما، من نمیفهمم ببینم پرتم یا یک لحظه. حالا ما بدبختیم به این که این دوتا ویدیو از صفحه خودمون پخش میشه، از صفحه مردم تیوی هم پخش میشه، نمیدونیم نمیدونیم دوستان کجا دارن کامنت میذارن. این دوستمون ببو میگه رسم مسلمانی همینه آقای صلبی، شما پرت مطلبی، البته اینو به طعنه فکر کنم میگه، رسم مسلمانی چیه؟ دوستان من بهتون اون روز گفتم، مثلا من یه چیزی نوشته بودم، آقای شیرزاد نوشته بود خر خودتی. شیرزاد دوست منه و آدم بسیار خوبی هم هست، یکی از اونایی که مجاهد بوده، الان هم تو سوئد داره کار مکانیکی میکنه و اینها، تعریف میکنه چه کارهایی کرده برای مجاهدین، نمیدونم تانک اینجوری درست کن، ماشین اونجوری درست کن اینها. بعد براش نوشتم که آقا شیرزاد منظورت کیه؟ نوشتی خر خودتی. این که ویدیو هست یا این یا من؟ من که افتخار میکنم اگه خر باشم، سالها دارم دنبال حزب خران میگردم که توش ثبت نام کنم. بعد خندیده بود نوشته بود که نه منظورم اون فلانی بود که اینجوری نوشته بود. در صورت نگاه کنید دوستان، مثلا این چیزی که شما گذاشتی الان اینجا هنوز وقت ننوشته روش، من دارم یه چیزی میگم 10 تا 20 تا موضوع میریم، وقتی نوشته شما رو میبینم برمیگردم نمیدونم سر چی، سر چه موضوعی دارید میگی. اگه یک کلمه بنویسید، مثلا بنویسید درباره درخواست ازدواج از دختر ترامپ، این رسم مسلمانیه، ولی تا اونجایی که ما میدونستیم دیگه مسلمان ها از زنی که شوهر داره درخواست یعنی خواستگاری میکنن، من نمیدونستم. خب این نشون میدونم مسلمان خوبی نیست. خب بذار ببینیم که اینجا در مردم تیوی دوستان، اگه کسی ما را از فیسبوک مردم تیوی میبینه لطف کنه زیر این ویدیویی که الان هست یک کامنت بذاره، چون بعضی از دوستان میگن کامنت قبول نمیکنه. بنویس تست، حالا یا با فارسی بنویس آزمایش، یا با انگلیسی بنویس TEST تا من ببینم که بله اینم کار میکنه، چون ما گیج شدیم نمیدونیم. بله ببینه این چیه، این را در رابطه با این آقایان قدیس نما گفتید. آها منظورتون جبهه ملیه، آخه مقدس و اینها رو توی جبهه ملی این آقای پاکزاد نوشته بود که نمیدونم اینجوریه، بعدم گفتم آقای فراهانی میگه تئاتر مقدسه، نمیدونم. بعدم از اون ور خیلی هیز داره سعی میکنه که بگه ایشون سوسیالیسته و دنبال مساوات هست و الاخر. خیره شدن به اموال دیگران، اینم بهتون نشون بدیم، شاید این عکس اون صحبتی که این دوستمون میکنه. و همه اینا دوستان اگر یک کلمه عربی بلد باشین، بنت یادتونه که مثلا میگو فاطمه بنت محمد، فاطمه دختر محمد، نگاه کنید این بالا هشتگ بنت اندرلاین ترامپ. اندرلاین ما به فارسی چی باید بگیم دوستان؟ خط زیری، زیر خط. اینجا اندرلاین وقتی میکشن اون وقتا فاصله نمینداخت، اون موقع زیر چیزه مینوشت، برای این بود که یعنی این قسمت مهمتره، یعنی خط میکشیدن موقعی که هنوز نبود که به اصطلاح بولدش کنن، قطورتر بنویسه، بزرگتر بنویسه، رنگیش کنه. وقتی یه چیزی رو مینوشتن یا حتی خودمون وقتی میخوندیم بعد چیز میکردیم. ببینم چی میگه، کامنت قبول نمیکنه آقای سوری، منم در صفحه مردم تیوی نتونستم چند دقیقه پیش کامنت بذارم. مردم تیوی عجب، خیلی ممنون دوست عزیز، مرسی، خیلی ممنون که شما اینقدر ریسپانسیو هستی. ریسپانسیو به آمریکایی بلدم ولی به ایرانی نمیدونم چی بگم. چقدر زود تماس میگیرید، کم محلی نمی کنید،
یعنی براتون مهمه یه نفر که یه سوال میکنه همون موقع. و اگه برید تو مردم تیوی و صفحه خود من، بعضی وقتا ریسپانسیو بودن من و مردم تیوی رو میگه 100%. یعنی هر کی یه چیزی مینویسه، حالا اگه نگیم بلا فاصله، در اسرع وقت بهش جواب میدیم. اون وقت آقای شاهافر از اون ور دنیا اومده نتونسته منو تو واشنگتن پیدا کنه. ای داده بیداد. بله نگاه کنید که این بنت ترامپ، البته این نوشته بنت ترامپ ولی این همسرشه، و این خانم ملانیا، ببینید این آقا چجوری بهش نگاه میکنه. نمیدونم والا، روزگار غریبیست نازنین. بله خب اینم بنت ترامپ رو دیدیم. ممنونم از دوستی که اینها رو برای ما امروز فرستاده. بله میگه که ملتت رو مشغول کردی، یا دفعه دیگه دخترت رو نیار. این از بس عربا حواسشون رفته تو زن و دختر، این اینجا به عربی مسخرش کردن، نوشتن که ملتت رو اشغلت الشعب و مرسانیت الله تجیب بنتک معک، نوشته ملت رو مشغول کردی یا دفعه دیگه دخترت رو نیار. آقا شما که از زنش هم نمیگذارین که، به زنش هم نگاه های آنچنانی میکنی. و اما برگردیم اینجا، این هم دختر ترامپ، خدا همه چیز به من داده جز شماره تلفن همراه. همینجوری دارن براش جوک میسازن. و ببینیم که اینجا چی میگه. سلکت ایریا حتما. بله اینجا باز ببینید، سه توی رسانه ها یا احتمالا توی تلگرام و اینها برای این جوک ساخته، نوشته که دختر ترامپ خدا همه چیز به من داده جز شماره تلفن دختر ترامپ، خدا همه چیز به من داده جز شماره تلفن همراهه. اینم از این. خب والا بنت ترامپ بیشتر نگاه میکنن. نمیدونم چی میگین شما. خب ببینیم که بله، وقتی کار کردم و پولدار شدم این پیروزمند را به زنی میگیرم. اینم باز یکی دیگه، باز اینا دوستمون، اینا همه به عربی نوشته، لطف کرده برای ما ترجمه کرده که میدونه ما بلد نیستیم، عجمیم. اوکی. خب وقتی کار کردم و پولدار شدم این پیروزمند را به زنی میگیرم. این که خب پولدار، اینا همشون چی میگن، پرینس های عربستان هم. اوکی. و اما در وسایل ارتباط جمعی این عکس ها و نظرها پخش شده. حالا من نمیدونم این عکس دختر ترامپ مثلا وقتی کوچولو بوده جایی رفته، یا کلن میخواد نشون بده که وقتی این دخترای سفید پوست میرن در کشورهای آفریقایی، در کشورهای گرم که اونها قهوه‌ای پوستشون یا سیاه هست و اینها، اینجوری نگاهش میکنن. میبینید الان اینجا این بچه ها فکر کنن مثلا این عروسکه، ببینید چه جوری بهش دست میزنن. حالا نمیدونم، نوشته در وسایل ارتباط جمعی این عکس ها و نظرها پخش شده. اینم از این. خب امروز حالا یه چی فهمیدیم، که دوستان نمیتونن روی صفحه مردم تیوی برای ما کامنت بذارن. این صدا در فیلم پدیده مقاومت و مخالفت و اعتراض است. آهنگ این فیلم که یک شعر است که هنگام مهاجرت پیامبر محمد و رسیدنش به مدینه تنظیم شده، در این فیلم استقبال از ترامپ را چون استقبال از پیامبر شبیه کردند. به عنوان حکمرانان را به گناهکاری و کفر متهم ساختند که با این مرد به این سطح رفتار میکنند. مطمئن باش شازده زنان و حتی مردان جواهرات بسیار گران به دختر و زن ترامپ هدیه کردند. هرچند که اعلان نشده، با تجربه هم به خوبی میتوان هزینه هدیه هر کدام را بیش از 20 میلیون دلار برآورد کنم. بذارید من این ویدیو رو براتون نشون بدم. یک لحظه صداشم باز کنم، کم کمکم ما بریم آماده بشیم. این اسوسییت پرس این ویدیو رو به اصطلاح پخش کرده، این ای پی که می نویسه یادتونه، اسوسییتد پرس. بله این ببینیم. ای
بسه اونه، از بس ترامپو دیدیم میگه حالا اون بد شد. حالا فهمیدم تازه این دوستمون ببو چی نوشته. نوشته والا بنت ترامپ بیشتر نگاه میکند. خب اون میخواد اگر قبول کرد کلا سرش نره، همه رو داره زیر رو میکنه ببینه. این که این طوری از آب در آمد، ما خرها از شما شکایت کردیم. بذارید ببینیم این چیه. آها. امروز اتفاقا باز تلویزیون آمریکا داشت میگفت که این ترامپ واقعا مثل بچه های کوچیک هست و از لحاظ میدونید توی نوشتهاش میگن باید هی اسم خودشو بنویسیم، چون اگه اسم خودش نباشه حوصله‌اش سر میره نمیتونه بخونه، ولی اسم خودش که باشه هی خوشش میاد میخونه. اینجا نوشته که psychologists say calling Donald Trump a kid is an insult to kids. میگه که گفتن سایکولوژیست ها که وقتی به این میگیم بچه، حقیقتا به بچه ها توهین کردیم. یادتونه این دوست ما نماینده خرها شده بود، وکیل خرها شده بود و میگفت که سوربی چرا میگی خر الاغ اینجوری، وقتی افرادی مثل ترامپ و مثل اینای دیگر رو میگی خر الاغ، حقیقتا به ماها توهین کردی. حالا اینجا بچه ها هم گفتن که شما وقتی به ترامپ میگید بچه، حقیقتا داری به ما توهین میکنی، ما خیلی بیشتر از این میفهم. و اما شام خوردن در دهکده باستانی، میدونید که اینا هر چی میگن سنگ تموم، هر چی میتونستن توی این یکی دو روز از نمیدونم رقص شمشیر گرفته تا رقص های فلان، از اینجا این آقای ردنک رو بردن برای فقط مردا کنسرت اجرا کن. آخه عربستان خواننده کانتری میوزیک، اونم کی؟ چون اومده بود تنها کسایی که حاضر شده بودن توی جشن به اصطلاح ریاست جمهوری ترامپ حاضر بشن و بخونن اینا بودن، حالا اینجوری دارن پولا رو پس میگیرن که اون کسی که برگزار کننده هست اونجا به این دعوت میکنه. اسمش هم یادم رفته. در هر صورت روزگار غریبی است و اوضاع خیلی خرابه، باید صبر کرد ببینیم چطور میشه. از اون ور روحانی گفته بود که این صحبتایی که این کشورها میکنن فقط برای اینه که ترس بندازن و اسلحه بفروشن و هدف ترامپ هم همین بوده از این مسافرت، و میبینیم تا یه جایی هم درست میگن. البته خب اگه اینجوره آقای روحانی شما حواست باشه که اینا که اینجور هستن پدر تو و پدر مردم در نیارن. با اون اشتباهی که کردید با اون تحریما و اینها، مردم 30 سال اجناس رو به قیمت 100 برابر و 10 برابر و اینها میخریدن، هی شما گفتید که نه ما داریم مبارزه میکنیم مقاومت میکنیم، آخرش هم به التماس افتادید و اومدید اینجوری این ماجرای برجام و اینها. ببینیم چی میگه. یه شامی که خب اونام به رسم خودشون توی قصرهایی که دارن برگزار کردن و یعنی چیز مهمی هم نیست. و اما میگه نمیدانم این کجاست، شاید آمریکا و اروپا باشه. آیا اینان بنابر عادت توتیوار بدون اندیشه و خارج از قدرت فکری مغز عمل نمی کنن؟ از این عربی خواندن چه میفهمن؟ دوستان من اینو به شما نشون میدم، اگه کسی میدونه این کجاست برای ما بنویسه. یه جمعی هستن و خیلی جالبه به عربی دارن یه دعایی رو میخونن، فکر کنم این دوستون نوشته این دعای توسله. حالا من نمیدونم دعای توسل یعنی چی، بذارید ببینیم به کی توسل پیدا میکنن. اینجا کامرای 3 رفتیم که بریم بشنوید. يا أبو جعفر يا محمد ابن علي أيها الباطر يا ابن رسول الله يا مشرف الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وكيلا عند الله اشفع لنا عند الله.
اگر میدونید کجاست بگید، ولی عربیش میدونید، عربی نبود میشه گفت ایرانی ها بودن. اتمنم فکر کنم تو لس آنجلس این سفره‌های حضرت عباس و اینا که میندازن. ترجمه شعر ایوانکا، خب ایوانکا رو حالا چرا عربا میگن ایوانکا من نمیدونم. میدونید که توی آلمان وی رو میخونن ف، و از اون برم اسپانیش ها وی ندارن میگن ب، از اون برم عربا پ ندارن میگن ب. عجب دنیایی. میگه دخت نیرومندترین انسان ها، دنیا به قربان دو پستانت، این دو چون گنبد در رقابتند، برنده کدامیست اگر دو پستانت بجنبند. سمت راستی با شادی شکفته شده، دست چپی با شرم به دیگری مینگرد. میبینید با عربی نوشته، ایشون لطف کرده فارسیش کرده. ای دخت دونال، چشمان خیره به خود را در آغوش گیر، نگاهشان سوی سفیدی آن بالاست، همه قربان پستانند اگر انتخاب نکنند. شعار عجم و عرب همه به سوی سینه است. این عکس را هم گذاشتن و فعلا عربا توی این گرمای حالا دیگه میدونید تابستون اونجا والا نمیدونم چی بگم. اینم اینم خانم ایوانکا یا ایوانکا، این عکسم به نظر میرسه مال پبلش بوده، چون اینم چند بار رفته این برور تلاش کرده بود مدل بشه و فلان اینها نشده، و بغلش هم با شعر و با عربی نوشتن. دوستان عزیز اجازه بدید که ما هم دیگه برنامه رو همینجا تموم کنیم. البته نوشتنی خیلی دارم، مثلا ولیعت پیشین به دختر طرز نوشیدن قهوه رو یاد میده، دست چپی چنان با حسرت نگاه میکنه که نگو و نپرس. این صدای عقل بشر امروز است. این رو دوستمون از خلیج فارس فرستادن، من ممنونم. ممنون میشم اگر بتونن اینا رو زیر 10 دقیقه به اصطلاح محدود کنن که من همون اوائل برنامه خودم پخش کنم، ولی اگر از 10 دقیقه 15 دقیقه بیشتر بشه دیگه به این صورت پخش میکنیم و من هم اینجا گوش میدم. ولی بذارید عکس هایی رو هم یا اون ویدیوی چیز رو براتون بذارم. یک لحظه فعلا ببرمتون این کنگره ای که این دوستان رفتن، ببینیم آقای فخرآور عکسش یا مجسمش اون بالا هست یا هنوز کنگره همون حال خودش داره. این کنگره آمریکاست که هم مجلس سنا هم مجلس به اصطلاح شورای ملیشون اونجا برقرار میشه و هم اتاقای متعددی داره. وقتی هم میگه 10 سالن فلان، در یک اتاقیه، اتاق بعضیاشون 5 نفر، بعضیاشون 20 نفر، بعضیاشون 30 نفر. و بهتون گفتم امید دانا یه ویدیوی درست کرده که به قول معروف دست این آقای فخرآور رو رو میکنه. و اما این صدای عقل بشر امروز است. ببینیم که این هفته چی گفتن. من هم اینجا میشنوم. با درود و سلام از شما دعوت میکنم، اگر خواهان بیشتر دانستن سخن امروز هستید به 4 گفتار پیش مراجعه کنید. در گفتار امروز باز به روز ازل می رویم، به مصر و فرعون که جهت تسلط بر مردم بومی کرانه های رود نیل سیستمی همیشگی و جاویدان بنیان نهاد و مغز انسان را در چارچوب حکمران قرار داد. این سفید پوستان مهاجر از شمال کشاورزی را کاری دشوار می دانستند، خواهان آسایش بودند و آن را در حکمرانی یافتند. به منظور رفاه خود و سوء استفاده از سیاه پوستان آفریقا معیارهای اجتماعی و اقتصادی نوین ساختند که بومیان را به کار و خوراندن سلطه‌گران عادت داد و بخشی از اصول اجتماعی و فرهنگی عموم شد. این اصول روز به روز توسط فرعون و همراهانش افزایش، گسترش و بیشتر در مغزها ریشه دواند. با گذشت زمان عقیده استوار و غیر قابل بحث گشت. مهاجرین شمالی و مسلح به وسایل کشتار با استفاده از زور و تهدید جان ستادن از ساده دلان بومی بر همه مسلط شدند.
وظیفه هر کشاورزی بود به آنان خدمت کند و بخشی از محصول خیش را به ارباب تحویل دهد. برای اینکه دستیابی به محصول تضمین شود، نیروی سپاه تشکیل دادند. افرادی تربیت شدند که بدون فکر و یا اندیشیدن فرمانبر بالا سر هستند. به آرامی در مغزشان کاشتند که رهبر اعظم خونش متفاوت و جنسش دیگر است و اندیشه هایش برتر و آسمان و زمین و هرچه زیر آن و بران است در اختیار او و فرمانبرش هستند. باید که دوستش داشت و آزها و خواسته هایش را بدون بحث اجرا نمود و با کسب رضایتش موفقیت و شانس را نصیب خود ساخت. مقامی فرضی و غیر قابل درک با احساسهای پنجگانه به فرعون دادند و در مغز مردم کاشتند آنان، یعنی فرعونها، بدتر و والاتر از آن کشاورزان هستند که خوراکشان را تهیه و زنده بودنشان را تضمین می کنند. نخستین ولی نعمت رحلت نمود. اطرافیان برای اینکه مرگ این بزرگوار موجب گسستن اطاعت سپاه و بعد مردم از جانشینش نشود، یک مقدس کیان ساختند که بتی بزرگ بود و نامش را آمون نهادند. آمون دستیار فرعون یعنی رهبر معرفی شد. همیشه جاویدان و رسیدن به مجسمش در همه اوقات در جای مخصوص یعنی معبد برای بندگان میسر بود. نگهبانان مجسمه و عبادتگاه آمون را وسیله نیایش و برآوردن نیازهای مردم و دستیافتن به فرعون در تمام اوقات تبلیغ کردند. هر اتفاق خوب را به مهر و محبت این دو که یکی از گوشت استخوان و دیگری از سنگ بود نسبت می دادند. برای اتفاقهای بد شخصیتهای دیگری ساختند که در خفا علیه نیکی های این دو، یعنی فرعون و آمون، خرابکاری می کنند و یا علت آن را به عدم وفاداری، اطاعت و انجام راستین منویات فرعون و یا شک به قدرتش شناساندند. برای اینکه مردم با آمون دست به یکی نکنند و علیه فرعون قیام، برای هر اجتماع مردمی در شهرهای دیگر مجسمه و بتی ساختند. این بت‌ها در کنار آمون بنا به میل فرعون با هم همکاری و برخی اوقات دشمنی می‌کردند و مردم هم با تغییر این میل به مردم شهرهای دیگر اظهار دشمنی نموده و احیاناً وارد جنگ می‌شدند. نفوذ و قدرت فرعون افزایش می‌یافت و مردم همه گله او شده بودند. این شاه زمان و خانواده‌اش در رفاه کامل به سر می‌بردند. توسط نیروی سپاه نگهبانی می‌شدند. نیرویی که به تکرار فقط بله قربان عادت کرد و با تبلیغ موبدان معبد فرعون و اطرافیانش مغزشان از اندیشیدن متوقف شد، در حالی که اکثریت برای سیر کردن شکم میباید زحمت میکشیدند، این حاکمان شکمی پر و زیر شکمی سیرتر داشتند. هرچی میخواستند میخوردند. از هر زنی از که خوششان می آمد کام می گرفتن. همه چیز مالشان و با ارادهشان بود و کسی را اعتراض نمی بایست. اطرافیان که از این وضع رهبر رشک می بردن دست به توطئه می زدن، فرعون را می کشتن و به جایش می نشستن. برای اینکه به عموم و مانند فرعون قبلی برتری خون و جنس خود را تأکید کنند و بفهمانند که این فرعون جدید انسانی دیگر است و برتر می باشد، زن فرعون و احیانا دخترش و غالبا هر دو را به زنی می گرفتند. با تبلیغات موبدان این برتری در مرسا جا می گرفت و مردم باز گلوار به خدمت هر که فرعون می شد ادامه می دادند. با گذشت زمان و ازدواج با زنان محلی، انقلابهای مکرر اطرافیان و همسری با مردم محلی، پوست رنگ فرعون تیره شد. با این حال در مغزها او برتر ثبت گشته و دیگر کسی به رنگ پوست فرعون توجه می نمود و علت آغاز بردگی به فراموشی رفت. این مقام و تبلیغ موبدان و اطرافیانش که در ذهنها بزرگواری فرعون را مجسم می کرد، مغز را از دیگر اندیشی باز می داشت. مهم بندگی و بردگی برای حکمران بود.
هر چیز دیگر در برابر این واقعیت با زور فرض شده و در تصور نمی باید بود و نمی آمد. 28 خانواده یا سلسله از مدعیان خون دیگر و جنس بهتر بیش از 10,000 سال بر مردم مصر حکمرانی کردند. با زور سپاه و تبلیغ موبدان در جهت متوقف ساختن اندیشه ها، همه فرعون ها در مغز مردم مقدس بودند و دارای نیروی فوق العاده. هنگام مرگشان به مردم میگفتند که فرعون نمرده، بلکه در آسمان در قایق و همراه سوگلیش پرواز و همه شما تحت رحمت همیشگی او هستید. با همین منطق فرعون را با تمام وسایل شخصی و سوگلی زندهش و یک قایق در اتاق زیر زمین به خاک می سپردند. تمام جریانات زمانش را در آرامگاهش بر سنگی می نوشتند تا زیر خاک از گزند زمان و بعدها دوزدان در امان باشد. فرعون مرده به آسانی سوار بر قایق از آن پروازگاه و فرودگاه جاویدان زیر خاک در آسمانها خوشبختی مردم را در مغزها تضمین می کرد. موبدان به مغز مردم دمیدند که برای جاوید شدن باید به فرعون پیوست. با کشته شدن در راه فرعون و برای فرعون و به هدف رضایتش میتوان به خوشبختی همیشگی رسید. جوانان و سپاهیان نمغز بسته متعصب گشته و با تبلیغ موبدان این اصول را باور داشتند. با شرکت در جنگهایش و یا خودکشی هنگام مرگ فرعون، جاویدانی خیالی خیش را بعد از مرگ و در کنار ارباب به مغزها قبولانند. از آن روز کلمه شهید در فرهنگ نامه انسان بر این کره ثبت شد. معیارهای آن زمان هنوز در اجتماع انسانی این کره زنده است. ملت‌ها هر روز جنگی را به راه می‌اندازند و آن را مقدس و خدمت به دین و رهبر و جهت جاویدانی در بهشت و همان تصور روز نخست ادامه می‌دهند. سیستم آموزش سربازی مانند زمان فرعون باقی مانده. به سپاهیان می آموزند که در برابر تمام دستورها فقط بله قربان و یا یه سر بگویید. بدون فکر فرمان را اطاعت و اجرا کنید، حتی اگر جانتان را ببازید. این گروه بدون درک واقعیت و کمترین اندیشه آدمکش حرفه‌ای و قربانی هوس‌ها و آزهای سلطه‌جویان بوده و هستند. برای آغاز هر جنگی باید ارتش آماده شود و معیار و یا اندیشه معنوی آنان را به حرکت و رفتن به سوی مرگ و کشتن دیگر انسانها وارد آماده سازد. نباید سوالی کنند و یا اعتراضی بنمایند، وگرنه شالوده ارتش از هم می پاشد. این گروه در اغلب انقلابها با همان مغز بسته و محدود مقام حکمران را با کشتنش به دست می گیرند و دانسته همان بدیهای پیشین را تکرار کرده و مردم مجبور به اطاعت از آنان هستند. تمام مدرسه های نظامی از همان روز فرعون و تا حال همان سیستم را در مغزها فرو کردند. فقط وسایل کشتن پیشرفت کرده و هر روز ساده تر و فعال تر می شود. تعداد کشته شدگان در جنگ ها و خراب کردن ساخته های بشر به سرعت افزایش می یابند و از تمام جهات کسب رضایت فرعون زمان از ضروریات و غیر قابل بحث است. حالا این فرعون هر جانوری باشد، مغز ارتش تفاوتی نمی کند و مقدس و یگانه و بی همتاست. سلطه‌گران از قدیم گره نمودن عموم و بردگیشان را اساس حکم خود می دانستند و تا حال هم این سیستم و مرامش مورد اجراست. اگر گله نباشد، چوپان و شاه و فرعون و رهبر و حتی رئیس جمهور منتخب هم نخواهد بود. این گله باید آنطور باشد که چوپان مایلد، راستی و چپی، مدرن یا قدیمی، آرام و یا متحرک، سرخا و یا جنگجو، هرچه باشد باید مطابق نظر فرعون زمان باشد و هرگز خود اختیاری و خوداندیشی را در سر نپروراند. شاید برخی از بینندگان و شنوندگان این سخنان را هزیان دانند، آن را بدون مصدر افسانه خوانند. چنین نتیجه گیری نشان و دلیل تراوش محدود بودن مغز در نتیجه سیستم آموزشی است.
نقضی به بار آمده که مایل به دانستن هیچ دانش نوین نیست. برای دانستن حقیقت این گفتار به کتاب‌های باستان شناسی و فیلم‌های یوتیوب مراجعه کنید که در آن متخصص‌ها درباره اداره و روش فرعون‌ها در هزاران سال پیش سخن گفتند. در کتاب‌های بسیاری اوضاع کشور مصر قدیم مورد شرح قرار گرفته و هر روز اکتشاف آثار نوین و دانستن متن نوشته‌ها بر سنگ‌ها مسائلی را هویدا می‌کند که تا امروز ما بدون فکر آنها را تکرار می‌کنیم. و اما برای اینکه بدانید ما چقدر توتیوار و بدون درک این اصول معیارهای فرعونی را تا حال اجرا می‌کنیم، از شما دعوت می‌کنم به تحلیل و تفسیر این کلمه توجه کنید. کلیمیان، مسیحیان، مسلمانان و سیخ‌ها همه در آخر نیایش و دعا از کلمه آمین استفاده می‌کنند. آیا تا حال جویای اصل و معنی این کلمه شده اید؟ اگر نه، بر چه اساسی تکرار کلمه‌ای که معنیش را نمی‌دانید با خود و در آخر دعا تفسیر می‌کنید؟ چطور شده مریدان این دین‌ها که قرن‌ها با یکدیگر در ستیز بوده و هستند، کیش خود را بهتر و کامل‌تر می‌دانند و با عقیده برتری ناگهان در تکرار یک کلمه آخر دعا یگانگی و اتفاق دارند؟ چگونه پیامبرانشان از سوی یک خدا روش‌های گوناگون پرستش آورده‌اند، اما همه در آخر نیایش و جهت استجابت یک کلمه را بر زبان می‌آورند؟ این کلمه آمین است که از نام بت مصری همان آمون گرفته شده و معنیش این است: ما در سایه رحمت توییم آمون. فقط یک گروه از مسیحیان از تکرار این کلمه دست کشیده و علت را امتناع از بت پرستی بیان کردند. اما گله های پیروان این دین ها هنوز این کلمه را تکرار می کنند. کلمه های بسیار دیگری هست که به همین بت آمون ارتباط دارد و ما گله های بشر بدون اراده مغزی توتیوار تکرارشان میکنیم. مثلا مؤمن یعنی پیرو دین آمون مانند مسلم، ایمان یعنی عقیده پیروی از آمون مانند اسلام، آمن یعنی حمایت شده از طرف آمون، امان یعنی در پرتو آمون. نام سلمان از کلمه عبری شالومون گرفته شده و معنیش غلام آمون و عبد آمون است. تصغیر و یا کوچک سلمان نام سلیمان است به معنی غلام کوچولوی آمون. زبان عربی در برگیری معنا و مشخص ساختنش بسیار قوی است و میتواند کلمه ها را در خود وارد و با صرفشان در سیستم زبان به آن شکل‌های متعدد دهد. از همین کلمه آمون ما کلمه امنیت، امانتدار، امانتکار و از همه جالبتر در امان خدا و نام امان الله را بر زبان می آوریم و نمی فهمیم بت را با خدا در یک جا کنار هم قرار داده ایم. برخی ها نادانستن معنی کلمه ها را منطق تراشی کرده و می گویند مقصود و استفاده هنگام بیان مهم است و نه اصل کلمه و معنیش در آغاز تألیف. از جهت زبان و سخنوری این منطق صحیح است، اما سؤال این است: آیا از روز اول مدعیان پیامبری خدای یکتا معنی این کلمه ها و یا اصلش را می دانستند و یا نمی دانستند؟ پیامبرانی که دانش دنیا و آخرت را داشتند، پیامبرانی که ده ها واژه و معیار نوین وحی شده از خدا برای من آوردند، خدا دستور شکستن بت ها را داده است که آنها انجام دادند، در پایان نیایش چگونه از خدای یگانه می‌خواستند دعاهایشان را با اظهار بندگی به بت مستجاب کند؟ ما هم بدون توقف و اندیشیدن تکرار کردیم. شاید به زبان عبری کلیمیان و یا زبان آرامی و سریانی مسیحیان تغییر کلمه آمین تألیف موبدان فرعونی دشوار بود، اما برای زبان فصیح و قوی عربی که افتخار قرآن است، چه عذری را باید آورد که مورد قبول باشد؟
آیا نمی توانستند در پایان نیایش واژه دیگری به زبان عربی بیاورند؟ و تکرار واژه های عبری کلیمیان که در قرآن نفرین شده اند و یا مسیحیان که گمراه شناخته شده اند دور شوند؟ ادامه تکرار آمین، واقعیت و اصل تنبلی انسان و بیفکریش را آشکار می کند که خواهان اندیشیدن نیست. این انسان آدم نشده ترجیح می دهد با تکرار انباشته‌ها در مغز فکر نکند، گلوار رفتار و توتیوار سخن گوید. اما اگر کسی اشتباه ها را یادآوری کرد، مورد نفرت و دشمنی عموم قرار می گیرد. آیا اندیشه عبادت و پایانش با کلمه آمین تنها ارث رسیده از مصر فرعون برای ماست؟ شرحش در گفتارهای آینده. با ما باشید. روز و روزگارتان خوش. بسیار ممنون. دوستان فکر کنید و ببینید که صحبتایی که ایشون میکنه چه چیزایی رو قبلا نمیدونستید، چه چیزایی رو یاد گرفتید، چه چیزایی رو شما مخالف گفته های این دوستمون هستید از خلیج فارس. و اما درباره جشن های خیابانی پس از انتخابات صحبت کردیم، حالا ببینیم آقای روحانی در دور دوم چه خواهد کرد. خیلی ها امروز نوشتن که آخوندها یک بار دیگه بازی جالبی رو سر مردم در آوردند و مردم هم به بازی اونها، به نقش اونها هرچی بوده بازی کردن، گفتن که اگه به این رأی ندین اینو میاریم. لولو رو آوردن، دیدیم به بچه ها میگه اگه خوراک نخوری میگم لولو بیاد بخورتت، نمیدونم از چی مزخرفا. خلاصه آقای رئیسی نقش لولو رو بازی کرد و آقای روحانی شد اون روحانی که میبینید دخترها و پسرها چجوری براش تو خیابون دارن قش میکنن و ضعف میکنن. و اما دو سه دقیقه دیگه بیشتر باقی نمونده، بسته شدن رادیو تلویزیون ها رو آقای دولت شاهی لطف کرده فرستاده، براتون میخونم. نوشته، البته این رو آقای حسین کمپانی، حسین کمپانی یه شاهولای دیوونه است، ولی خب بعضی وقتا میبینی آدم دیوونه هم حرف درست میزنه. یعنی اون چیزی که من به ملت میگم آقا اگه یه آخوندی آمد توی مجلسی گفت الان بیرون داره بارون میاد، شما میگین چون این آخونده من حرفش قبول نمیکنم، حداقل نگاه کنین اگه بارون میاد چتر تو ببر. در هر صورت آقای حسین کمپانی که نوشته هاشو با مختصر یا اختصار مینویسه هک، در شگفت نباشید که چرا رادیو اسرائیل صدایش قطع می شود. هرچه بی صدا باشد و از این جدایی طلبهای کرد و بلوچ و آذری پشتیبانی نکند بهتر است. ولی شگفت زده باشید که بلا فاصله تلویزیون آریایی آقای وطنخواه که همواره می نوشتم و می گفتم وابسته به اسرائیل هست هم اعلام کرده است بسته می شود. آن هم چه بهتر. خب آقا اگه دوتاش تو راضی هستی دیگه برو دنبال کارت. بعدم میخوای بسته نشه این تلویزیون آریایی. اولا این تلویزیون آریایی چه چیزی گفته؟ من خودم تو برنامه میام میگم آقا من یه مش مزخرف میگم، مثل تو مهمونی ها که دور هم جمع میشین. من خودم سالها دارم میگم که تلویزیون رو جدی نگیرید. حالا این بدبخت احمق که بچه مرشد سکویی بوده بعد آمد خواهرش اون به اون مریضی پولاشو گرفت این جریخ، میخوای باز باشه تلویزیون آریایی کوفتی، پول بده تو باز نگهش داره. میبندن میگی مأمور جمهوری اسلامیه، باز نیزاره این میگی مأمور جمهوری اسلامیه، اون آقای دکتر نوریزاده تو اونجا پول داره میگید عربا دادن. برید دنبال کارتون آقای حسین کمپانی. بله شگفت زده باشید که پرژن رادیو هم که وابسته به اسرائیل بود آن هم همزمان با رادیو اسرائیل و تلویزیون آریایی بسته خواهد شد. منتظر باشید برخی رادیو تلویزیون های دیگری هم به زودی دکانشان تعطیل بشود. آقا این دکان چیز نیست، دکان رایج میگن، چی میگن یعنی بی پولیه. چی داری میگی تو؟ اگر تو تلویزیون پول بود حالا 80 تا داریم، اون موقع میشد 800 تا، همه میدونن یه زمانی پول توش بود، اونایی که میتونستن زدن و بردن و خوردن همشون هم بدبخت شدن. آقای شبخیز این همه پول ساخت برد چیکار کرد تو دبی؟ دبی ورشکست شد، ماشینا رو گذاشتن تو فرودگاه ده به فرار، رفتن یه سوراخ دیگه پیدا کردن آنتالیا، رفتن اونجا هم یه ایرانی دیگه کلا سرشون گذاشت. برید ببینید آقای
حسین کمپانی و دیگر اعضای، فکر کنم همه تونم ماشاءالله فسیل بالای 80-90 صد هستین. حالا به اونایی که بالای 80-90 هستن بی احترامی نشه، ولی اینا فسیله. بسته بشه، باز بشه، اصلا تلویزیون رادیو چه نقشی داشته که حالا بسته بشه؟ ولی اینا بسته بشن دیگه از امشب مجبوریم با پای برهنه بخوابیم. دوستان عزیز، از اینکه با ما بودید ممنون، متشکرم. میخواستم تلویزیون مردم رو بهتون نشون بدم. صفحه جدید تلویزیون مردم رو نگاه کنید، به اون آگهی هایی که اون زیر با سرعت خوبی عوض میشه، آرشیو ها، بایگانی، کمک، حمایت، اینها توجه کنید. شما هم میتونید هم در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، هم در وبسایت مردم تیوی. و اگر پیشنهادی هم دارید خوشحال میشیم پیشنهاد شما رو بشنوید. اگر مخالف گفتهای من یا این دوستمون در خلیج فارس یا آقای سهراب چمنارا هستید، اون موقع بیشتر خوشحال میشیم. یا مخالف صحبتهای آقای ارشاد در رابطه با باهایی هستید، اون موقع بیشتر خوشحال میشیم که به شما اصلا وقت بدیم مهمان ما باشید. روز روزگار بر شما عزیزان خوش. من برای آقای شهافر نوشته بودم که من برنامه هام 2 تا 4 هست و شما میتونی یا 2 مهمون من باشی یا 3. بعد ایشون گفتون نه، اون موقع ما خوابیم، میشه 4 و 5 صبح. میدونی اینا الان فردا هستن، 4 و 5 صبح استرالیا. گفتم خب من میتونم ساعت 4 هم به خاطر شما وایسم. ایشون جواب نداد، احتمالاً اون موقع که من نوشتم خواب بودن. مشکل ساعت و این اختلافات زمانی رو خیلی قشنگ با هوشمندانه میتونیم از به اصطلاح این مشکل رو برطرف کنیم، به این وسیله که فیلمای ضبط شده از قبل بفرستیم بزنیم. مثلا من زنگ میزنم، شما منزل نیستی، پیام میذارم، میگم چه کار دارم، شمارم رو میگم لطف کنید به من زنگ بزنید. شما زنگ میزنی من نیستم، چون میدونی من چی گفتم، میگی بله سوربی گفتی من میتونم بیام تاکسی بارتو قرض کنم. نه عزیزم، من تاکسی بارم خودم، فردا دارم کار میکنم. یک کمی از این وسایلی که دارید استفاده کنید. این عقلمون رو استفاده نکردیم، اینجوری نو گذاشتیم، حالا به چه دردمون خورد که وسایل دیگر هم میخواییم. نو نه چی میگفتن؟ نو نوار یعنی چی؟ ممنون و متشکر. به امید دیدارتون چهارشنبه با 2-3 مهمون قرار گذاشتم. یکشم این آقای منصور اوسانلو هست که نوشتودن این را امضا کنید تا فلان زندانی آزاد شود. میگم آقا اگر به امضا کسی آزاد شده تا امروز، همین حرفی که به فخرآور میزنم، همین سوالی که از آقای ترشیزی کردم، به ما نشون بدید کجا کی، تا ما به جای امضا تقلبم بکنیم، 2-3 ایمیل درست کنیم، 2-3 امضا، والا 12 ایمیل رو امضا میکنیم. شما واقعا نشون بده که فلانی برادر شما بیچاره مگر نمرد در زندان؟ خب اگه میتونستید با امضا آزادش کنید، کوتاهی از شما بوده، چرا امضا نکردید؟ آقا تومار و پتیشن، مگه آخوندی چیزا سرش میشه؟ مگه دیکتاتور این حرفا سرش میشه؟ به قول شیرازی ها علمون کردی شما؟ شما خودت از اون ور میگی اینا اینجوری هن. بعد میگه نامه بنویسیم؟ شما شدی آقای رجبی نامه فدایت شبم بنویسه برای حضرت آیت الله خامنه ای؟ اون موقع برای رفسنجانی هم نوشته بود شما پدر انقلاب هستید، تو که فرزندت بودی تیپا زدن فلانجات کردن بیرون. دوستان عزیز، به دیگران هم تلویزیون مردم معرفی کنید. روز روزگار بر شما و خوب و خوش. و اگر دنبال یک پورتال نیوز میگردید، بعضیا به این سایت های خبری میگن پورتال نیوز یا پورتال نیوز، در صورت وبسایت مردمریپورت.com رو ما حاضریم که منتقل کنیم به شما. روز روزگار بر شما خوش.